ولی چند کلمه بگم این بیوگرافی رو کامل کنم یا گوش و کنار رو حق و اصلاح کنم. من توی در مقابل مثلا پوزیشنم فقط دو تا چیز در عمرم نوشتم، یکی نوشتم دانش آموز، یکی نوشتم ژورنالیست. وسطش هم فاصله نبوده ایت وقت. امسال درست سال پنجاهمه که روزنامه‌نگاری میکنم، 50 سال من حالی و توی این مدت تقریبا میشه گفت غیر از این کار کار دیگه نکردم. کار دیگه هم اگه کردم باز یه جوری مربوط بوده به همین و همین جهت اگر که ازم بپرسن که گاهی میپرسن و دم گذرنامه دم اداره گمرک که نزدم میپرسن شغل چیه، همیشه بنویسم روزنامه نویسم. به این اعتبار نه خودم رو گاهی تعارف میشه و این تعارف رو قبول دارم به عنوان مورخ و احیانا فعال سیاسی و اینا رو قبول ندارم. در حقیقت راست و ریسترین نشونه که بر خودم میشناسم روزنامه نویسه. با توضیح اضافی این که روزنامه نویس از دیدگاه ما نسل قدیم بسید برخلاف نسل جدید تحلیل توش نیست، تحلیل جزء روزنامه نویسی نیست. ما در حقیقت موظف یا دستور بر اساس شغلمون دستور گزارش داریم، بنابراین به هم جبه بگن ریپورتریم دیگه، ریپورت میکنیم هر مسائل بانگر رو. تحلیلش کار آدم های دیگه ایست که متخصص این سالهای اخیر به خصوص خیلی دونی زمینه شلوغ شده، دلایل مختلف این اتفاق افتاده، آدم های سیاسی چاره‌ای پیدا نکردن، حزبی وجود نداره، نهاد سیاسی وجود نداره، بنابراین اون آمدن تو این حرفه روزنامه‌نویسی، بنابراین آدم های متخصص هم همینطور عملا دیگه حزب و معنی وجود نداره. شما به همین کسایی هم که فعال سیاسی بود چون نام میدن و هستن ببینید فعالیت مطبوعاتی میکنن، چیزی بیشتر از این نه در داخل ایران نه بیرون از ایران وجود نداره. و همینطور این مرز یه ذره قاطی شده به این دلیلی که من لازم این توضیح بدم که من در حقیقت ریپورتر 50 سال کارم ریپورت کردن، اگه کتاب تاریخ هم نوشتم باز تاریخ رو ریپورت میکردم. الان هم در خدمت شما کاری بیشتر از این نمی کنم. به شما بگم که این سرنوشت روزنامه نویسی ما چی شد. اولا حتما شما ها که دانشگاهی هستید بهتر از من میدونید که واقعیت یه چیز تصوری که آدم ها از واقعیت دارن این چیز دیگه است. برای روشن کردن حرفم اگه خونده باشید که من خوندی چند ماه پیش که نظرسنجی کرد بی بی سی کسی که جهانی بی بی سی نبخش باشی تو کشور مختلف توی 17 کشور دنیا اگه اشتباه نکنم در جستجوی این که آزادی مفهومی که تو ذهن آدم های جوامع مختلف داره چیه چجوره پلیز 51% ملاحظه میکنید که این بایش کدوم از معیارهای ما نمیخونه، یعنی آدم هر چقدر هم که معیارش مثلا کج و کوله باشه نمیتونه بگه زیمبابوه توش آزادی هست و مثلا انگلیس آلمان یا امریکا نیست، ولی مردمی که اون تو زندگی میکنن اونطوری فکر میکنن. این داستان از این وقتی شوخیش بیشتر میشه که این نظرسنجی دو سال 2007 شده 2013 تکرار شده. تو این فاصله فیسبوک اومده، بنابراین از جواب میزبان سوال واحدی رو کردن از آدم هایی که حالا این دفعه دیگه تو فیسبوک هن. اتفاق که افتاده اون هم عجیبه، 90% از کشتایی که اومدن تو فیسبوک الان دیگه مظهر آزادی فیسبوک دیگه بزن. الان آزادی بیان تعریفش لوگوش فیسبوکه. 90% از کسایی که توی فاصله وارد فیسبوک شدن حرفشون این است که احساس محدودیت بیشتری می کنن.
تا نسبت به بقیه. همین آدم ها در نظر سنجی قبلی انقدر احساس محدودیت نمی کردن. به معنی دیگه فیسبوک یا اینترنت که اومده است که آزادی ایجاد بکنه، تو ذهن آدم ها الزاماً آزادی ایجاد نمی کنه. این چرا الان تو اینجای بحث لازمه؟ برای اینکه وقتی که ما به تاریخچه کار مخالفت که طبیعتاً نمیتونم تاریخچه رو ببرم اقل عقب که از دوره مثلا فرض کنید که مایو سلطنه عباس میرزا شروع بشه و اولین چاپ خونه که مال بین رو شما میدونید، ما رو شروع میکنیم از همین سال آخر دوره شاه، مثلا فرض کنید که از همین سال 46 به بعد که دیگه من یک کم و بیش دیگه وارد این حرفه داشتم میشدم شده بودم، برای میتونم ریپورت بدم مشکلات خودم رو دارم میگم، برای اون چیزیست که به چشم دیدم، این بر اساس تحلیل نمیگم، این چیزیست که دیدم. خب در این فاصله یعنی سال 46 تا 56 شما هر جوری که نگاه کنین بهترین سالهای عمر تاریخ ایرانه، از هم نظر، از هر نظر فکر کنید بهترین سال هاست دیگه، از خیابونا، این فیلم هایی که دیدین، کافه دربند، کافه نادری، اینا همه دارن در حسرت این دوران سر میبرن و نسل جدید هم مدام یقه پدر و مادرش میگیره که شما چرا یه همچین شرایطی رو ول کردین یا خلاص از دست دادین و ممکت که ما باقی گذاشتین، این ممکت فعلیست که شرطش اون فاصله، فاصله سال 46 تا مثلا 56، از 56 و بعد ذره افتاد آشفته شد، در این دوران که بهترین دوره ایران از نظر اقتصاد بود، بهترین دوره ایران از نظر رشد اجتماعی بود، بهترین دوره ایران از نظر روابط بین‌المللی بود، بهترین دوره بود تو هر زمینه ای که ما داشتیم کار میکردیم، ما ها من و سهراب بودیم که توی رادیو تلویزیون بودیم با کیخسرو، توی رادیو تلویزیون میدیدیم که چقدر پیشرفت کردیم. من 20 و چند سال بعد از اون موقعی که اومدم رفتم صدای امریکا به نظرم رسید که اینا چقدر عقب افتادن، وسایلشون همه از ما عقبتر بود، ما در زمان خودمون از اینا جلوتر بودیم از 20 سال بعد تشکیلات دولتی امریکا. تو بقیه زمین هم همینطوری هم به حال مرکز که حقوقای ملیش هم که بعض اون معلوم بود که ما اولین کشوری بودیم افتر چه جار برده بودیم، برای پرواز از نیس به درا میدونید با کنکور میرفتیم 3 ساعت از پاریس به سوای مصرف کننده کنکور در دنیا بود. توی همچین وضعیتی به نظر میرسه که واقعیت جامعه همینه که داریم دربارش حرف میزنیم، همینی که معلوم شما بود، ولی آیا واقعیت جامعه تو ذهن مردمی هم که اون موقع زندگی میکردن همین بود؟ میخوام بگم نه. ببینید شما یه نشانه هایی داریم از ادعای ما ها که بگذاریم که اون دوران دیدیم، شما ناچارین یه نشانه هایی بگیریم از اون نشانه ها حکم بدیم به اینکه ما چه وضعی داشتیم. بخشی از اون نشانه ها مثلا فرسونید اینه، یکی از بحث هایی که اون موقع خیلی جدی مطرح میشد این بودش که این ترانه ها چرا غم انگیزه. من یادم یادش که در یک جشن تولدی که پادشاه و خانوادش هم بودن، این سوال مطرح شده بود از طرف پادشاه که چرا این ترانه که گوش داره میخونه، گوش هم تو مجلس بوده، چرا این ترانه غم انگیزه، شب شب تولده، چرا ترانه غم انگیز میخونه. این سوال مطرح میشد گاه به گاه، مطرح میشد، حرفی زده میشد، تو جلسات گفته میشد و سوال میشد. این بچه هم که مسئول این کار بودن این جواب مشخصی داشتن، میگفتن که داره، نه اینطوری نیستش که نداره، بود ترانه ریتم و رنگ و اینا هم داره، ولی هر جا که میره دو دیوار پنجره بسته است، اینا رو میخوان مردم و این یه درد عمومی بود، یعنی یه ماجره عمومی میگذشت در اینجا. یه نشونه دیگه، شما شعرهای اون موقع رو بخونی یه اتفاق خیلی مهمی میفته برای آدم تو ذهنش. مثلا شما موقع شعر میخونید که شاعر گفته که دهان چو باز کنیم سرب داغ میریزن، یا شاعر گفته که اول شروع یا
گفته بود که ای گرگ برو گله دیگر میش ندارد، هر خانه دیگر یک پسری بیش ندارد. میتونی بفهمید چقدر ارادش بود؟ یعنی الان مثلا تصور این چیزایی مثل سوریه الان اینا میاد تو ذهن، در حالی خب ایران یه همچین وضعیتی هیچ وقت نداشته. چی بود تو ذهنا میگذشته که حاصلش این بوده که هر فیلمی ساخته میشده صدای همه رو در میورده که چرا همه فقیرها رو نشون میده، ترانه ها غم‌انگیز بوده، تو کاباره میرفتن میخوند، اگرم ترانه ریتمیک بوده شعره نبوده، یعنی اون با ریتم بوده ولی شعره میگفته هوار هوار بردن داره نداره ما رو. مثلا اون میران مثلا با دستای مانیکوری میخوند که دست ها ببینیم پینه بسته بشارم ذهنیت ذهنیتی که جامعه رو میساخت با اون چی که ما الان دست کم از دور نگاه میکنیم یا توقع داریم یا سوال میکنیم یا تو ذهنمون حاضی یکی نمیم از هم جدا شده، کاملا از هم جدا شده. در نتیجه جامعه تبدیل شده بود، اکثریتش طبیعت نصد در سر جامعه تبدیل شده به جامعه معترض. خب شغل ما ها میدونیم که شغل از این جهت شغل چیزی بیمنطقیه. من مثلا دبیرستان که میرفتم، من یه سال بعد از اینکه از دبیرستان اومدم بیرون رفتم روزنامه شدم خبرنگار نخست وزیری، بنابراین همراه او رفتم سفر از این بر اون بر اینا، و هم کلاسای من یه 20 سال بعد با مدیر کلشون تازه ملاقات کرده بودن. برای من مثلا همون مثلا 6 ماه بعد از اینکه از مدرسه من کارت برم، یعنی هر کسی شغل من داشت، ماها شغلمون شاید جذابیتش هم داشت به همین چیزاست، فاصله بر اون موقع با کمال تعجب احساس میشد که حتی مسئولین عمده کشور هم یک انتقادی تای وجودشون وجود داشت که هر وقت امکانش به وجود میمد بیان میشد. من این صحنه رو هیچ جا نبره که با هواپیما میمادم به نیس، سه نفر از وزرا یکشون اعدام شد، با دو تا از جنرالای اصلی اون دوره سواب بودن چیزی، اول دو نفر تخته بازی میکردم، بعد آشانش بحث و گفتگو شروع شد، بعد من با همه بیعقلیم این سوال برام وجود اومد که خود این شما هم که مثل ماها هم که اینا هم مثل ماها بر میزدن، چرا دانشجو حرف نمیتونه بزنه، چرا کتاب ها رو جلوشو میگیرن فلان. یه جلسه شورای اقتصاد هست، شما بخونید جلسه 317 همه یه جزوهی هست به اسم جزوه گزارش شورای اقتصاد. تو این جلسه شاه به آقای پرگوت وزیر فرهنگ میگه شما با استناد کدوم قانون کتاب رو سانسور میکنید؟ بعد آقای پرگوت میگه نمیدونم. میگه خب نمیدونیم پس چرا میکنیم؟ بعد برابری معلوم شدش که شاه مملکت هم معترض بوده به این قضیه. ما تو روزنامه متعدد برام شد. من در دوری که سر دوره نگاه میکنم 5 سال بودم، یه بار فقط آیندگان توقیف شد، اون یه بارم حرف شاه تیتر بود. شاه در سازمان برنامه گفته بود که اگه دو تا مصدق هم مونده بود سرنگون میشد، ما این تیتر کرده بود. بعد صاحب من نداشت توضیح شد. بعد حرف شد بود که اسم دو تا مصدق نباید تیتر بیاد. گفت آقا خودشون گفتن. میگفتن. اولی حضرت مدت ها بود وقتی انقلاب شد، حدود 10 سال بود که مطلقاً مجاز نبودیم که حرفایشون رو منتقل کنیم، باید وای میستادیم که اون اداره مخصوص میداد. به خاطر اینشون تقریبا تمام حرفایی که میزد نمیشد چاپ کرد، یعنی دستور اینطوری بود که نمیشد چاپ کرد. میخوام بگم که یک فضای ذهنی وجود داشت که هیچ ربطی به فضای واقعی که امروز ما صحبت میکنیم نبود. بنابراین اینجا تقصیر شغل ما پیدا میشه. شما میتونید سوال کنیم که آدمایی که شغلشون ریپورت این وقایع بود چطور بود اینو ریپورت نکردن؟ چطور نگفتن به جامعه که اصلش چیه؟ یا چرا منعکس نکردن که اینطوریه؟ خیلی سوال خوبیه، یعنی باید روزنامه‌نویسی ایران جواب بده این موضوع رو. سختی داشت البته، آسون نبود، ولی همون حرفیست که ما هم به مثلا بعضی از رجال اون موقع گفتیم، مثلا آقای مجیدی که تازگی فوت شده آدم خیلی شریفی هم بود،
من تو آبیشویش نوشتم اگه دیده باشی تو بی‌بی‌سی که آقای مجیدی مقاومت در مقابل هیچی نداشت. درست نقطه مقابل مهدی سمیعی و آلی خانی و بقیه بود، کسایی که باشون همکار بودن میدونن. هر چی میگفتن گفت خوش. بعد تو کتاب خاطراتش میگه که بزرگترین اصل انقلاب شاه و ملت اگر تون باشه بعد از اصلاح طرزی اون اصلی بود که کارخونه ها رو سهامش رو آزاد کردن بین کارگر رو تقسیم کردن. این موقع اتفاق افتاد که آقای مجیدی وزیر کار بوده. تو مصاحبهش، من مصاحبه که دارش بکنم بگه شده تاریخ شفایی ازش سوال میکنه، آقای زیادرفیبس ازش میپرسه که شما برای این ماده از انقلاب که خب تو مجیدیش بودید رینا از چه گروهی کمک گرفتید رینا؟ جوابشون اینه من اصلا نمیدونستم. بعد اون چطور نمیشتین؟ خب این اصل سوم رو شما هم که موجهش بودید و اینا میگه نه نه ابلاغ فرمودن، من از رادیو شنیدم که این اصل انقلابه. بعد فرداش تقاضا شرفیابی کردن بعد عرضه فرمودن که برو این اجرا کن. بعد وزیر کار مسئول اون طرح بوده. البته همه شخصیت اون موقع اینجوری نبودن ولی هزینه میدادن، یعنی مثلا مهدی سمیعی بابت اینکه دو بار ایستادگی کرد و چون شاید دست داد ولی نمیکشتن آدم و خیلی چون شاید کرد از ساز باز مرکزی رفت سازان برنامه رقمی مثلا اینکه اینطوری نیستش که همه هم نمیگفتن ولی هم میگفت هزینه داد ولی تو حالت بقیه نبود. این داستان رو بخوام ادامه بدم میتونم ساعت ها براتون مثال بیارم، همینطوری فاکتوری شما از من قبول کنید. ساعت‌ها این داستانی که مربوط است به اینکه تو ذهن جامعه چی می‌گذشت، اکثریت جامعه و اون چقدر فاصله داشت و واقعیت. ما تا موقعی که روزنامه‌نگاری، اون حالا دیگه دارم در اهمیت شغل خودم میگم، ما تا موقعی که روزنامه‌نگاری اون این شهامت رو پیدا نمی‌کرد که واقعیت این شکاف رو به مردم منتقل کنه، طبیعتاً کسی به فکر درمانش برنمی‌آمد. اگر می داشتیم آدم های از جان گذشته ای که ذرم هزینه می دادن و اینو همین اینو می کشیدن طرح می شد، همین به سادگی موضوع دارم میگم، خیلی موضوع ساده به نظر می رسد، همین این سوالی که داریم صحبت می کنیم، این گپی که وجود داره بین ذهنیت آدم ها از یه دوره ای که الان شما بعد از 35 سال بنزی کافی کتاب در اومده، خاطرات آدم مختلف در اومده و از اون دوران میدونید و تقریبا کمتر کسی مانده است توی ایران، حتی از مسئولین جمهوری اسلامی. این خاطرات آخری آقای هاشمی رو بخونید، سال 70 در اومده، یادی ما اینکه در میدونید توی اون آقای هاشمی حرف رو میزنه، یعنی آقای هاشمی میگه که اگر ما نزدیک شیم به میزان پیشرفتی که در سال آخر قبل از انقلاب داشتیم خیلی هنر کردیم بعد 35 سال. بنابراین می شود بر این اساس گفت که این تصور نزدیک واقعیته، ولی تو ذهن مردم نبود مطلقا، اصلا هم چیزی وجود نداشت. یعنی هر کسی ادعا کنه و سند بده همچین تصور عمومی در جامعه وجود نداشت. بعد اگر به جستجوی این بر بیایم که خب خود چجوری شد که جامعه ای در این میزان از رفاه و پیشرفت و اینا یهو در سال 57 این حادثه چی بود، این حادثه اتفاق افتاد، حادثه با این معنی و این افعال و به نوشته بعضی ها بزرگترین حادثه رو به قرن آخر و جهان چیز میشود. به نظرم اصلا خیلی چیز نداره، خیلی درد سر نداره پیدا کردن جوابش. یک کتابی نوشته آقای اسفی، آقای اسفی یه وقت ما ایشون به عنوان سفیر اسرائیل در ایران، نارد ایران یک وقت با اسرائیل روابط در این سطح نداشته که سفیر داشته باشه، در واقع با جایر نداشت، ولی استرا هم به ازری میگفتیم سفیر چون بالاترین مقام اسرائیلی بود که در تهران بود. در این حال مدیر عامل اون طرح، نمیدونم شما میدونید یا تیره، طرح اسرائیل در ایران پیاده میکرد به اسم طرح دشت غزوی که در اونجا در کارشناسای اسرائیلی بودن. آقای اسفی در اینها رئیس اونجا هم بود، بنابراین با ایران کار داشت، خوب حضور داشت، میرفت تو بافت بخصوص شهر قزوین و دوربرش رو مسکف دستش میشناخت با جزئیات شده. این کتابش خیلی کتاب مفیدیه، فارسی هنوز ترجمه نشده دل میشه، شما توصیه میکنم حتما این کتاب بخونید، حتما بخونید. میگه که
وقتی که ساواک تأسیس شد، دارم به دایشون میگم و متخصص این کار نیستم، میگه وقتی ساواک تأسیس شد چهار نفر کارشناس از اسرائیل به دعوت آمریکایی‌ها اومدن که برای ایران که یک سیستم اینتلیجنسی نداشت یک سیستمی طراحی کنن که اون سیستم ببود. شاه نگرانی داشتش که فرماندار نظامی که در اون زمان وجود داشت و تیمور بختیار رئیسش بود و سرش مرداد درست شده بود، این یه ذره خشنه. بنابراین توصیه بودش که ما بیشتر میخواییم یه اینتلیجنسی های درست بشه شبیه CIA و شبیه جای اروپایی، بیشتر اطلاعات جمع بکنه، بیشتر کار اجرایی نره. با این تفکر خب متخصص خاصیت جمع نداشتیم. 8 نفر رو از ایران اسمشون هست فرستادن که بیان در امریکا دوره ببینن. 4 نفر هم از اسرائیل اومدن به عنوان کارشناس که در ایرانی که سایه تربیت میگه در اونجا برخوردیم به یه مشکلی و اون مشکل هم این بودش که نظامی های قدیمی ایران یه شعاری رو خیلی بهش علاقمند بودن و اون شعار هم یه شعار خیلی قدیمیه، میگه از زمان صفوی هم حتی این حرف زده میشه و اون شعار اینه که شما اگر که جامعه رو به جای اینکه 6000 نفر بگیرین یا زندان کنین کافیه 60 نفر خیلی بترسونید. بنابراین اون 60 نفری که بترسن در جامعه یکی عامل بازدارنده ایجاد میکنه و جلوی جرم جنایت میگیره. یعنی با ایجاد ارعاد شما میتونید مانع بشید که جامعه توش جرم جنایت بره بالا. معمولا کشورهایی که اعدام توشون هست یا ایالتایی که توشون اعدام هست به همین دلیل اعدام نگه داشتن. معتقدن که بودن اعدام هر یک اعدامی که صورت میگیره مثلا فرض کنید 20000 تا زندانی رو کم میکنه چون عامل بازدارندش برای شما هم. این بحث آقای ازری میگه در اون موقع مطرح شده که یه همچیزی از مخالفت میشده، یعنی ایران مخالف بوده و اونا قدیمی ها نظامی قدیم معتقد بودن، اسرائیل هم ایشون ادعا میکنه مخالف بودن. ولی میگه که سرانجام آدم های کارشناسی که با تیمور بختیار بودند و بقیه سیستم رو قانع کردن که راحت اینه. حالا بیاید این رو قبول کنیم ما، من و شما، ادعای آقای ازری که در ایران یک سیستم اطلاعاتی وجود داشته که اون سیستم اطلاعاتی میترسونده است به قصد اینکه جلوگیری کنه از تخلفهایی که ممکن بوده امنیت کشور رو به خطر بندازه. قابل فهمه، کلا موضوع قابل فهمه، حالا درست و غلطش بستگی داره. اما حالا شما یه سوالی بکنید، بگیم که بعد از اینکه نظام شروع پاشید کسی از این مسئولین قومی همچه حرفی رو به جامعه گفت با هم؟ یعنی همچه اتفاقی افتاده؟ شما چیزی خوندید که کسی از مسئولین این بخش اومده باشه اینو گفته باشه که آقا یه نظریه داشتیم اینطوری، مبناش هم این بوده؟ بنابراین این تصوری که در جامعه وجود داشت که ساواک همه جا رو میپاد و نارضایی درست میکرد ناشی از اجرای این نظریه بود، قابل فهمه دیگه، میشه فهمیدش. ولی نگفتی که 35 سال از اون موقع گذشته، بزرگترین مقام امنیتی ایران یعنی تیمسار فرقود خود نشسته یه چیزی بود 4000 ساعت بازجویی پس داده و بازجویی رو چاپ شده، بزرگش در این کتاب دهه 60 ایران بوده خاطرات فرقود، تمامش گاسیپه، تمامش اینه که اون با زن اون رابطه داشت، اون خواهر اون با اون دو فلان. یعنی شما احساس میکنید یک سازمان به این بود هیچ کاری غیر از این نداشته. 35 سال گذشته، کتابی که امسال آقای ثابتی که این دائره همین حوالی هم زندگی میکنن مصاحبهشون در اومده، اینو بخونید، یعنی واقعا بخونید اینو ببینید چیه اصلا سوال جواب، اصلا پاسخ سوال ما رو که هیچی، پاسخ هیچ کدوم از سوالات ما رو نمیدن، همش یه حرفای شبیه این که زن تخمین ناتوانی جنسی داشته و تیمسار فلان اینطوری بود و بعد زمان هم نداره. یعنی مثلا فرض کنید که مثلا میگم با مثال مثلا دکتر سروش یا آدم های مثل دکتر سروش که شاگرد شریعتی بودن اصلا در اون زمان یه تا سال 50 اصلا کسی نبودن، دانشجو بود تو کار، اصلا اینطوری نبوده که پرونده داشته باشه تو ساواک که رؤسای ساواک بشناسنش الان به جوش اظهار نظر کنن، شوخیه یا چه حرفی، ولی ایشون کرده. اما سوال اصلی اینه که در سال 54 من واقعا به عنوان آدمی که 50 سال گذشته به حال روزنامه‌نویس بودم، به حال آدم بیهوشی نبودم، متوسط بوده، دنبال می‌کردم قضایا رو، آدم‌ها رو می‌دیدم، من این سرکار داشتم باهاشون کمابیش حضور داشتم،
اونم که حضور نداشتم تو فاصله 10-15 ساله بعد از انقلاب زیرزمینی شده بودیم، رفتم با آدم مصاحبه 400 مصاحبه کردم. بنابراین اونا هم از آدم مختلف پرسیدم و اینا، واقعا این سوال جدی برم، چون محمد رضا شاهی که ما میشناسیم مطلقاً مطابق هیچ محاسبه‌ای نمیتونست تصمیم بگیره که یه مرتبه در یه شب 30 تا زندانی ببرن از بقیه زندانی جدا کنن به قصد اینکه اونا رو ببرن محاکمه نکرده اعدام کنن. اصلا این اصلا در ظرفیت اون نبود، اصلا نبود، یعنی هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه که در اون همچین ظرفیتی بود. اینا خب 30 نفر رئیس من توی زندان بردن یک گوشه ای یه شبی در فروردین سال 54 که بقیه فهمیدن خب یه خبریه دیگه، برنامه زندانی شروع کردن پیشکش کردن و گفتگو کردن و اینا رو یه شب نگه داشتن. ظاهرا یه اتفاقاتی افتاده، فشارا به نوعی داخلی خارجی تصمیم گیری اینا معلوم نیست اینجا ثبت نیست، اتفاق افتاد اینا رو برگردوندن به شهری که میدونین 9 نفر نگه داشتن. 9 نفر رو به ترتیبی که تهرانی و مسئول این کار بود بعد از انقلاب گرفتنش قبل از اعدام گفته است، همه میدونن، چاپ شده در روزگار خودش، میگه که ما اینا رو بردیم تو تپه های اوین و خودش هم میگه که من 4-5 بطری ویسکی خریده بودیم، مست کرده بودیم برای اینکه بتونیم این صحنه رو تحمل کنیم. بعد من واقعا برام قابل تصور نیست شریک ما تو زندگی میکردیم میتونستی همچه اتفاق توش بیفته که اینا چند نفر زندانی که بعضیشون یه سال دیگه آزاد میشدن و بعضیشون مثل جزنی و حال جزنی توده ای بود و توده ای اصولا چیز یعنی موظف به حرکت مسلحانه نبودن. بنابراین خود تو زندان هم دائما با چریکا مسئله و مشکل داشت و آدم این چیزی بود مثل تیپیکال اعضای استوده بود، مثلا آدم مثل جزنی و بقیه بود. بعد اینا بردن توی بیابون رو مست کردن و همچی زدن شبیه هم فیلم های چکسلواکی و اینا. من واقعا همچی پتانسیل نمیرم. تنها کسی که میتونست همچی تصمیمی رو بگیره به قاعده ساواکه، یعنی کمیته ضد خرابکاریه، چون اگر کسی اون موقع رو درک کرده باشه با شما هستن کسایی در تو همسین سال من هم اصلا یه همچی تصمیم گیری اصلا توی حوزه ناجا یا نیروی انتظامی نمی گنجید. اصلا پولیس اصلا شوخی بود همچی تصمیم رو بگیره که گروه سیاسی رو که تو زندان اوین هستن که زندان اصولا دست کمیته ضد خرابکاری بود بتونه بره زندانی به این مهمی رو بیاره توشون بیرو ببره بارو دو تخت بزن تو مغزشون بکشه و اصلا یه همچی چیزی تو آلبانی نبود اینا که حالی هم چیزی اتفاق افتاده. بعد تو خاطرات اینا رو نگاه کنین، اولا یک کلمه رو دیو مسئله حرف نمی کنن، یعنی بعد از 37 سال یکیشون کوچیکتر این اشاره نمی کنه به ما بگه که بالاخره چی شد اون شب، کی گفت، کی همچی تصمیم گیره. چون شاه که دو سال پیش کسی رو که اومده بود نوشو به دوزه و اون یکی که داشت خودشو میکشه که بخشی اون که معلوم وضعش تصمیم گیرد این قضیه کی بود؟ کی این تصمیم گیره؟ انگار اصلا وجود نداره. اما این چیز خیلی مهمی وجود داره تو کتاب های ثابتی که خیلی برام جالبه، خیلی جالبه برام، و اون اینه که این تایید اون عرضی که قبلا میکردم، آقای ثابتی ادعا میکنه که او هم معترض بوده، این که برای شاه نوشتن پشت نکرد. خیلی جالبه واقعا، یعنی اصلا واقعا تصور پذیر نیست همین چیزی که میگم. خب اگر ماها یه نیروی بهمون کمک میکرد و ماها میتونستیم این فضا رو به درستی گزارش کنیم، حالا چه برای مردم چه برای دیگر آدم که مسئولش بودن، به نظرم میرسه که میتونستیم جلوی همچین انفجار بزرگی رو حتما بگیریم، حتما میتونستیم. ولی اینطوری نبود. من کتابچه دوره سردبیری و حفظگانم رو نگه داشتم، کتابچه‌مو دارم. هر شب آقای حسنی مسئول مطبوعات ساواک تلفن میکرد، یه فهرست داشت میگفت، حالا منشی رو مینوشت اون کتابچه. ما شوخی جدی اینطوری کرده بودیم که یه سفر کردیم بنویسی، سفر کردیم ننویس، یعنی یه فهرست وجود داشت که اینا رو بنویسید، یه فهرست وجود داشت یعنی ننویس. ما هم بیشترین چیزی که میخواستیم در اون موقع که حتی تا 2 ماه بعد از انقلاب هم وقتی اعتصاب مطبوعات شد اینو میخواستن مطبوعات، این بود که اون فهرست بنویس رو بردارید. یعنی شما برید تاریخش نگاه کنین، حتی تو اعتصاب مطبوعات هم چیزی بیشتر از این خواسته نشد که دولت یه اون بنویس رو نگه دیگه، یا بنویس چه بذاری خودمون بنویسیم. ولی انگار یه جوری بود که
قبول کرده بودیم که بالاخره یه سیستمی لازم داره ایران بغل کوچ شورویه. توی اون فهرست ننویس ها که الان من نگاه میکنم، خب شما حق دارید که شما خصوص جوانتر رو بخندید به این حرف، ما دیگه حق دارید. عکس خانم همیرا رو چاپ نکنید. 8 ماه هر شب آقای حسنی به ما میگفت که عکس همیرا رو نباید چاپ کنید، چون همیرا هم آوازش پخش میشد ولی به عنوان بانوی ناشناس. ظاهرا کسی تصمیم گرفت بود که ایشون اکسپوز نشه، ولی باشه به حکومت چی مربوطه، مثلا حکومت چه تیکارا رو خالت میکنه نمیدارم. مدت 2 ماه تو این کتابچه من نشون میده که این بوده که توی روغن نباتی خوب موش پیدا شده خرش چاپن. بعد خب بالاخره یه فکری و یه سوال برادم ایجاد میکنه. بالاخره آدم های بعد از اینکه همچین حادثه بزرگی های این کشور وجود مانده، حادثه کوچیکه نیست، ایران 10% جمعیتش از کشور اومده بیرون، خیلی رقم بالاییه واقعا. غیر از مناطق آسیب دیده جنگ مثل عراق و افغانستان در بقیه کشور دنیا هم سابقه وجود نداره 10% جمعیت ما روش بیرون. یعنی شما 10% جابجایی جمعیت دادید، حادثه بسیار مهم سال پشت چه اتفاق افتاد، خانواده‌های من مثلا تبعادش گفت، همه میدونن که گفته این نیست. خب بالاخره یک کسایی رو کمک بکنن این صورت مسئله رو باز کنیم، بالاخره تا ابد که ما نمیتونیم این ادامه بدیم که، چون اگر ما این صورت مسئله رو تونسته بودیم، خودم عرض میکنم ما تونسته بودیم این صورت مسئله رو درست گزارش کنیم، نه لابد اینطوری نمیشد که بعد از 40 سال یه پرسوناج مثل احمد نژاد دقیق تکرار شده. این درست دقیق تکرار شده، یعنی این شخصیت با همین پتانسیل یارانه، همین بساط که ببینید، یعنی ارزش پول یه مرتبه مادرم پایین، میدونید که آیونت متخصصان خوب میدونن که دلیلش چیه دیگه، به خاطر اینکه برای ماها که غیر متخصصیم فرق گرونی و تورم مشهود نیست. ما هر وقت راجع به گرونی حرف میزنیم راجع به تورم میخوایم بگیم یا برعکسش هم هست، در حالی که تو اقتصاد اینطوری نیست. تو اقتصاد این دو تا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. بنابراین فهموندن این به آدمای سیاسی هم از پادشاه سابق یا نخست وزیر، فهموندن این به او که آقا این پولی که خارج قیمت نفت رفته بالا اگه اینو وارد کشور بکنید تورم ایجاد میکنه و این ربطی به گرونی نداره، گرونی چیز دیگه است، این تورمه، تورم معنی که ارزش میاد پایین، سرانجام ارزش پول ملی میاد پایین. اینطوری نبودش که کشور ایران عقب افتاده نیست که بعد از 40 سال احمد نژاد دو دقیق این اشتباه تکرار کرد، دقیق. و الان اینا دارم سرشو میزنم بابا و نشون به واقعا میبینیم چه روزی افتادن، مثلا به ماه رو داده خود جمهوری اسلامی میگن خود جمهوری اسلامی دست احمد نژاد فغان اومده با من. این درست، یعنی طرحی که این در مورد مسکن پیاده کرد، من یه بارش روخی کردم توی مقاله نوشتم که من فکر میکنم اینا دستبردی زدن به کتابخونه آرشیو گزارش های سازمان برنامه، چون گزارش های سازمان برنامه در ایران از زمان ابتعاج یکی از مجهزترین جاهای جهان شاید بود، به خاطر کمتر کیسی رو شما پیدا میکردین که توش اینها یا با کمک خارجی یا خودشون مطالعه نکرده افکار هرچی. من این دوره مجله اقتصادی بودم، نرسل خوب بودم، هر زمینه شما برین اینا قبلا کار کردن، فقط کار مهم دولت مردای جدید اینه که برین آمار رو به روز کنه، کار خیلی زیادی وجود نداره. من یه بار نوشتم به نظرم میرسه که همینجا رفته که از اونها رئیسه نفهمیده که این اکسپایر شده. خب نمیشه بعد از 40 سال شما یه چیزی به اینا دوره این دوره داستان از اول تا آخر بدین همچین سرمایه بزرگ 1000 میلیارد داغون کرده، یعنی ارزش پول ملی رو به یه سوم شما میدونید که در آورده. حالا تمام اینا ناشی از این بود که ما کار خودمون رو خوب انجام ندادیم. اینکه ما کار خودمون رو خوب انجام ندادیم به چند تا عامل وصلی داشت، یکی از کوچیک‌تراش رو گفت به بزرگتریناش رو گفتم، همون ترسی بود که در دل همه گذاشته شده بود. آقای عزیزی میگه که بر اساس یه فکری بوده، یه فکری بوده که و مثل معمول ماها ایرانی ها که معمولاً خیلی سلامتی معمولا نیست به
خیلی چیز نیستیم، خیلی دقیق نمیشیم تو قضایه، ولی ببینیم این مثلا یخچال رو بذاریم توی درجه 10 میبریمش تو 80 بعد از این وقتی بگیریمش دوباره بگیریمش تو 3 بعد این خاموش میشه و دوباره پلمک میزنه اینجایی میگیم وسط مشکل پیدا میشه. ما هم همین اتفاق ظاهرن افتاده، این ارعابی که به گفته ایشون بحثی بوده این ارعاب ظاهرن زیاد کردن و در نتیجه اینطوری شد که آخرش این ماجرای عجیب غریب بود که همه احساس عمومیشون این بود که سواک همه جا هست و همه رو میپاد و فشار و آه سینم آه نفسم. حالا من اگر جون داشتم تو بخش دوم که یه قصد دارم که یه ذره راجع به ادبیات برم چند تا مثال برای شما میگم از بیان شعرها و نوشته های اون زمان، مثلا ببینید این که با کجای با خاطره ما میخونه که یه همچین شاعری همچین احساسی کرده باشه. یعنی این احساس فقط شبیه اینه که الان کسی تو سوریه زندگی میکنه، فقط آدم هایی که الان تو سوریه هستن یه همچین احساسی ممکن داشته باشن. چرا همچین احساسی وجود داشته؟ کی ایران یه همچین فضایی داشته که کسی توش بگه که مثلا گفتم براتون این بیت معروف اون روزای گل گل و گله دیگر میش ندارد، هر خانه دیگر یک پسری بیش ندارد. یعنی اصلا کی همچین ابعادی پیدا کرده بوده؟ مثلا اعدام ها و اینا، حتی الان هم که جنگ و این داستان ها این هم اتفاق افتاده باز نمیشه گفت که هر خانه دیگر یک پسری بیش ندارد. خیلی ادعای عجیب غریب است. چه احساسی به شاعر درس میده که یه همچی و این احساس چرا عمومیت داره؟ اون فاصله ای که ایجاد شد بین تصوری که در جامعه وجود داشت با واقعیت جامعه از کجا اومد؟ اینا خب همه زمین هاییست که باید متخصصین این کار اینو بررسی کنن بذاره کمک کنه که ما رفته باشیم. حالا این دو تو مروفه داشت بگذارم که به من تذکر ندن که وقت چیز شد تا میدونید که من یک کارهایی که الان میکنم این هستش که برای که توی افه خودم باقی بمونم، من برای بی بی سی نشریات رو میخونم. بنابراین چون این کار رو میکنم هر روز، بنابراین همه روزنامه های تهران میخونم. خود بچه های تهران که بعد شاگردام هستن معتقدن که تو تهران هم کسی نیست که هر روز همه روزنامه رو بخونه. آقای باستانی هم خود رو بیاموندش همین دو سه هفته قبل از مرگش مقاله نوشت تو روزنامه اطلاعاتی نوشته بود داره کسی صبح تو لندن بیدار شده جای هر ماه میخونه برای میخونم. یه بخشیش هم به خاطر کنجکاوی های شخصی است، بلکه حرفه منه، زندگی منه. دوست دارم بدونم این بچه ها که بعدشون مستقیما بعدشون غیر مستقیم شاگرد ماست بچه های منند اینا کجا دارن میبرن این قایقو؟ آیا باز هم دوباره همچین اتفاق خواهد افتاد تو ایران؟ یا بالاخره این بچه ها دارن کوششی میکنن این چیزی از اون وسط بیرون؟ مطمئنن در یک کلامی به شما بگم این بچه های نسل جدید با همین فشار وحشتناکی که توشون هست باور مقایسه با فشاری که رو ماها بوده نیست خیلی بیشتره، این کار رو بهتر از ما انجام میدن. شما میبینید که در شرایط جهانی کم و بیش اطلاع وجود داره از این چیزی که تو ایران میگذره. ببینید پریروز که کار عادی صورت گرفته که تو زندان به 300 متر حمله کردن، به فاصله 2 ساعت بالاخره اومد، به نوعی اومد به شبکه اینترنت و بالاخره جماعت با خبر شدن. امروز هم نمیدونم چه نیاره هم رسیم این درشور اعلامیه داد سازمان ملل با خبر شد، بالاخره بچه داری کارش میکنن، 2-3 تا آدم مشخص هم اصلا که میشن. به طور کلی اینها وظیفه خودشون رو اگر به وظیفه اصلی این کار بدونیم، بالاخره من اگر شما فرض کنید که تخصص من به اندازه یک نجار هست، البته قصد بیتی کردن نجار رو ندارم، ولی بالاخره من باید این کار نجاری رو درست انجام بدم دیگه. بالاخره دری به شما فروختم باید این درست بفروشم دیگه، وگر نه این در باز میشه دوز میاد باید گردگریبان من میگیری شما. بالاخره ما باید از یک جایی این نگاهمون بتونه بیفته و این صحنه رو بتونیم تحلیل دقیق. تا کی ما میتونیم با اطلاعات مخدوش دوست و دشمن های علکی بر خودمون پیدا کنیم؟ تا کی میتونیم؟ دو سه سالی پیش یکی از عزیزان من واقعا خیلی خانم کاربر من همه میدونن خانم خیلی محترمی است، غیر از این که من 40 ساله با مهرانگیز دوست و همکار بودم، توی چیزی بودیم، توی مناظره بودیم در بی بی سی با هم دیگه، بعد از همین خرداد 88 بود. بعد مهرانگیز این جمله رو گفت، گفتش که
آخه من نمیدونم که چرا این آقای خامنه‌ای نمیاد اقلا این دستی به سر گوش این میر حسین موسوی بکشه، این ماجرای اتمی هم حل شه. من نمیدونم شما دیدین اون برنامه و برنامه خنده‌دار شده. من بعدش گفتم آخه مهری قربون شکرت من برم، تو با این دلت چرا اومدی تو سیاست؟ اگر آقا خامنه‌ای دست بکشه به سر میر حسین موسوی مشکل هسته‌ای هم میشه. آقا چی رفت اینا به هم دیگه داریم؟ اصلا کی گفت هسته‌ای ماجراش یه جای دیگه است؟ یه کشور دیگه رو تو خاورمیانه به خطر انداخته، داستان دیگه ای داره، صلح منطقه مطرحه فلا اینا. و از کی تا حالا برای دنیا انقدر میر حسین موسوی عزیز شده؟ بعد اصلا میر حسین موسوی فرقش با آقای روحانی چی اصلا؟ و آخر این چه حرفای شوخی است که ما هم حالا اگر اون موقع یعنی سال 56 57 55 گفته شد اینطوری بود فضای ما، یعنی بین رویاهامون و واقعیت فاصله بود، خب حالا فقط دفعه اول بود جامعه اتفاق میفته. ولی الان که بعد از 35 سال شوخی است که ما دوره همونطوری یعنی دوره فاصله بین واقع یه چیز دو تا چهار تا ساده داره. گزارشگر باید گزارشه اونجا که میشه گزارش دقیقی از وضعیت بده، کارشناسا این رو تحلیل کنن و راه پیدا کنن. اینطوری نیستش که جمهوری اسلامی 35 سال مقدر بوده است که در ایران بر سر کار باشه. اینطوری نیست، این اصلا چه قدرتی نداره. اون چی که باعث شده است که یه همچی اتفاق افتاده به خاطر این که این مرزه با هم قاطی شده. شما ملاحظه میکنید که مادر من وقت میشینه پای تلویزیون در حالی که بافتنی میبافه کار دیگه هم داره میکنه، البته به امور نوه ها و این هم هم رسیدگی میکنه مثل همه مادرها، این نیم نگاهی هم به این تلویزیونه داره که صداش هم بسته است. بعد این تلویزیونه فرض کنید داره فوتبال پخش میکنه، مثلا فرض کنید که داره رئال مادرید بازی میکنه با مثلا با یکی از تیمای معروف مثلا خواهش میکنه. بعد بعد ایشون نبه نگاه میکنه، خب تیمر هم که نمیشناسه که خب همینطوری نیم نگاه است، یعنی هم مثلا یه روگ یه مرتبه یه نگاهی میکنه، یه لحظه ای از اینا رو میبینه، یه توپی از اونجا رفت اون طرف. مثلا به فاصله دو دقیقه بعد از اینکه مسابقه شروع میشه ایشون جد میگیره. قابل مقایسه نیست، همون زردا مادر فوق العاده. بعد وقتی نیست که وقتی اون زردا حالا هر کی هستش میبازه ایشون میگه داوری تقلب کرده. فقط دلیل اینه گزارش که لازمه اول است برای پیدا کردن راه حل مخدوش شده، بنابراین تحلیلگر اومده جای گزارشگر. یه چیز لازمی داره، میگه توی شغل ما درس موقع که میخوندیم این چیز چیزای اولی هم تو آنین بود، بعدا که بزرگتر شدیم از بچه ها همین امتحان میگرفتیم. شما فرض اینه شما نشستید اینجا صدا میاد بیرون گفت ماشین میخورم من ته، بعد این چهار پنج تا دوری میزنن یکیشون میگه که این پسر همسایه است این شبا عرق میخوره باز زد این به تیر. یکی دیگه از کسایی که سر میز نشسته میگه که بابا نه این همسایه بالاییه با خانومش دعوا شد، هر وقت دعواش که میشه اعصابش ناراحته میزنه به ماشین من. بعد اینا تو جامعه از نظر مختلف میدارن کدومشون. و این موقع در باز میشه بچه ای از بیرون میاد میگه دوچرخه اونجا بود، اونجا دوچرخه فنرش باز شد خورد به دیوار. در حقیقت اینطوریه که این کوچولوه داره حقیقت رو میگه چون داره گزارش میکنه، گزارش عینی میکنه. اون چهار نفر آدم بزرگ که آدم های خیلی فهمیده هم هستن دارن تحلیل میکنن و تحلیل احتمال خطا داره. به همین جهت توی حرفه ما میگن که اگر هر دانه اطلاعاتی رو شما متشکل از اطلاعات بدونید و تحلیل، هرچی اطلاعاتش میره بالا احتمال رخ دادن این به همین نسبت میره بالا، هرچی تحلیلش میره بالا به همین نسبت احتمال درست بودنش میاد پایین. تحلیل با اطلاعات با هم دیگه همچین نسبتی داره. ما الان یک آرزه بزرگی که بر فضای کلی جامعه همون از دید حرفه من یعنی از روزنامه باید تحلیل میکنه جامعه رو، یعنی که جامعه در اثر فاجعه که اتفاق افتاد در سمسال که میگم مساله
1647 تا هنوز ادامه داره، یا بخش اطلاعاتش مخدوشه، کار خودش خوب انجام نمیده، مهراش نمیگرده. در نتیجه بخش دوم زیادی فعال شده، یه گروه کثیری از جامعه در هر دو طرف، هم در داخل ایران هم در بیرون از ایران، این تشدید کردن این فضا. چرا؟ اونا که بیرون از ایران بودن چاره‌ای وجود نداشته، اثر استراحت شده، اتفاق افتاده. هر آدم سیاسی، هم از اینکه مثلا فرض کنید رئیس کلانتری بوده در گذشته، یا اینکه مثلا فرض کنید یه کار دیگه داشته، شغل مختلف داشته، وقتی از کشور اومدن بیرون، نزدیکترین کاری که میشد انجام داد ژورنالیسم بود. بنابراین حالا ما دارای مثلا 30 سال سابقه برای بعضی افراد شدیم که نه درس این کار رو خوندن، نه تجربه این کار رو در یه محیط واقعی داشتن، ولی الان دیگه صاحب 25 سال سابقه هستن. کاری تو ایران هم اتفاق افتاد. تو ایران هم به دلیل اینکه احزاب وجود ندارن، تشکل مدنی کار نمی کنن یا میرن زیر ضربه. شما وقتی نیا کنیم مثلا آقای طرواسی الان روزنامه میسازه، چهار روزنامه داره، چهار روزنامه هم زده داره، اصلاح طلب هم همینطور، اون گروه همینطور. یعنی عملا روزنامه نویسی شده هست یه شغلی که رفته جای احزاب، و به همین جهت اونجا هم فضا مخدوش شده. وقتی روزنامه نویسی میره جای احزاب، معنیش اینه که گزارشگریش میاد پایین، چون باید رعایت حزب بکنه که مثل نشریات حزبی میشه. به این ملاحظه از دیدگاه من که تحلیلگر سیاسی نیستم ولی شغل خودم رو احتمالاً خوب میدونم، یکی از دلایل مهمی که این وضع برای ما اتفاق افتاد که شایسته جامعه ایران نبود، به خاطر این بودش که این حرفه ما این وسط اولین ضربه رو از اون سالها خورد. از کسی که هنوز معلوم نشده کیه، چون بعد از اینکه معلوم شد آقای ثابت جمعی نارسی بوده که من نمیم کی تا در دوره آیات معلوم بود بس چجوریه. اونا فرضشون هنوز اول، حتما شما قصه ماها رو شنیدید که هر کدوم از ماها که در ایران مونده بوده، من از این 36 سالی که گذشته 12 سال شاید خارج از کشورم، بقیه مدتش تو ایران بودم، برای من مثل بقیه آدم هایی که من بودم 7 بار زندان رفتم، یه بار نبه در رفتم، یه بار ما بیسی یه نفر با هم دیگه داشتن میکشتن. و بعضی همون خیلی آدم های چیزی بودن، آدم هایی گناهی هم بودن، نمیزم اصلا تقلیت دیاد ما هم خیلی گناه ندیستیم، ولی به حال ما این بار که مثلا سابقه داشتیم، میشد به اون گفت عامل امپریالیسم غرب میتونم از این چیزا، ولی اون فکر نمیتونستم. دو نفر مثلا کارمند اداره ارشاد شیراز بودن که وقتی حادثه اتفاق افتاد اینقدر این بچه ها ترسیده بودن. من خودم واقعا شرمنده شدم، واقعا شرمنده خودم شدم که وقتی که ما رو بردن زندان، طبیعتا دارایی های همه ما بردن اونجا، مثل هر کسی میره زندان تو آستارا، ما که مقتول بودیم رو بردن زندان. حالا سوال اینه که ما رو چه بردن زندان؟ ما به اونم گفتیم، ما اینو گفتیم قاتلی که دیگه است، ما مقتولیم، ما رو چه رو بردن؟ بعد اون باید بررسی کنن. حالا موقعی که برده بودن مقتول بررسی کنن با قاتل با هم دیگه کردن دیگه سر بود، هر کی هر چی داشت رو گرفته بودن اونجا گذاشته بودن جلو، میپرسیدن گفتن ایمان شماست. اون گفت خب ما به حال داشتیم میرفتیم برای مثلا دو هفته به ارمنستان، بالاخره داشتن کشور خارج میشدیم. بیشتر بچه�هایی که بودن 20 25 دلار اینطور پول همراهشون بود، و آدم وجدانن خیلی اذیت میشد از فکر اینکه بالاخره این بچه ها چه بود وسط، حالا این اگه این رفت بود پایین این سنگ جاشو نگرفته بود، خب چی که حالا به خاطر چهار پنج نفر آدم گیرم، فرض میکنیم گلشیدی دولت ها بود بیست پانلو اینا، حالا فکر کنیم اینا حالا کشتنی بود. ولی مثلا که از این حرفان برای همه اتفاق افتاده، همه برای شما ها نقل کردن که تو سوال جوابایی که اونجا میشه چه چیزای عجیب غریب دیشتیم. در از بیزایی پرسیده بود که تو دفعه دو بیزایی گرفتونه از بیزایی پرسیده بود شغل شما چیه؟ بهرام گفته بود که من هنرمندم، خب یه حوصله هم گفته بود به حق داشت نگاه چی بگیرم؟ گفته بود هنرمندم ها، گفته بود هنرمند چیه؟ یه چیز رو من بفهم. گفته بود که هنر دیگه، هنر. گفته بود نقاشی؟ اونم فکر کرده بخواه بل کنین دست از دشت داره. گفته بود آره.
گفتم خیلی خوب تو نیست نقاش ساختمانی. نقاش رو هم فردش برای بود که نقاشه هم نقاشیست که میخونه رای میکنه. خب یه همچی حادثی اتفاق افتاد. اما به نظرم هنوز بچه خنددارش نیست. بچه خنددارش اونجاست که یه بار مثلا 10 سال 15 سال پیش اینجا یه پروژه در امریکا من بخشش همکاری میکردم. پروژه این بود در اساس که پیدا کردن یه اسلوگان یک شعاری که نزدیکترین شعار باشه به تعریف انقلاب ایران. یعنی انقلاب ایران اگه قرار باشه توی یه شعار خلاصه بکنیم چی میگیم؟ طبیعتاً آمده باییم برجسته یه هفته من دوتون ماجرانی هم دوت کردم رفته اونجا نظر میگیم. من تقریبا کارم اونا ما برای یه هفته دعوت کردم ولی کارم تا 5-6 دقیقه تموم شد چون بالاخره من شغل همی بود. گفتم که من تصور میکنم یه میساندرستندینگی بود شوخی شد. نه روز اینطوری فکر میکنم واقعا به شما میگم شوخی شد. یعنی حالا از کنار هم دیگه عبور کردن نفهمیدن. توی روزای انقلاب شما تو روزنامه زیاد خوندید یا شنیدید حتی جوان‌ترا شنیدن بزرگ‌ترا خوندن به دادشون اولین حادثه بزرگی که بعد از جمهوری اسلامی رخ داد ماجرای ترکمن صحرا بود اگه یادتون باشه. گفته شد که در ترکمن صحرا یه گروهی کمونیست داشتن اون منطقه از ایران جدا می‌کردن. منطقه خیلی حاصلخیزی هم از سرکی رفته می‌دونه اون منطقه مهان دیگه. خب کسی هم که باید جدا کنه قاعدتا شوروی به اون بغل بود. بنابراین این فرش اومده بود که یه گروه چریکی گروهی رفته بودن در ترکمن صحرا و در اونجا میخواستن سر واقعی این گربه رو ببرن و بکنن و بالاخره سپاه رفت و نذاشت بکنن. بر این اساس خیلی تحلیل های عجیب غریب هم شده. از جمله آقای هاشمی یه جایی نوشته است که ما قصد اینقدر تندروی با گروه های سیاسی نداشتیم ماجرای ترکمن صحرا باعث شد. پس بنابراین یه شأن تاریخی هم ترکمن صحرا داره در یه زمانی که انگار حکومت آماده نبوده جماعتی رفتن به شروع کرد. دکتر مهاجرانی زنده و شاهده تعریف میکنه که در مجلس اول بوده ایشون نماینده بود از طرف مجلس مأمور میشه بره ترکمن صحرا گزارش فراهم کنه مجلس که آقا اونا چرا دارن کارا میکنن. بنابراین با یه گروهی رفته اونجا میگه رفتیم اونجا کسی هم سکس آش نمیشه نه فرمانداری داشتن چیزی اینا. رفتیم یه شهر یه خیابون اصلی داشت ترکمن صحرا رفتیم توی خیابون اصلی سر خیابون من دیدم تابلو زدن خیلی خوشخط هم نبود نوشتن خیابون کامبیز جزنی. دیگه بعد این خیابون رو ما چک کردیم رفتیم پرسیدیم آقا شهردستی که گفتن دست یه شورایی است از گروه های سیاسی رفتیم اون شورا رو پیدا کردیم دودن اسلحه داشتن ما گفتن شما رو پلیس بعد این دو فرار ما گفتیم نه ما دیگه حرف بزنیم فقط با هم و اونا گفتن که ما از طرف چریکای فدایی هستیم و شهر رو داره می‌کنیم و اینا رو باید چیز بدیم. بعد دکتر واجدی که بعد از که 10 تا 7 تا سال دکتر واجدی تنها نبود یه هیئتی بود دو نفر دیگه هم الان اینجا با هم خارج از کشور اونها میگن میگن که واجدی رو من رئیس هیئت از اونها پرسیدش که خب حالا شما نسبتتون چیه؟ یعنی ما با گروهتون در تهران حرف بزنیم شما دقیقا به کدوم گروه وابسته ایم؟ اونا هی تکرار میکردن چریک فدایی میگفتن ولی نه میگرسن که خب پس ما بریم با چریکای فدایی در تهران مذاکره کنیم. ولی قدیم گفت نه شما با ما مذاکره کنیم چیز از این نده. بعد دکتر مهاجر از شیطون هم هست گفته حالا این خیابونه چیه؟ این خیابونه گفته همین دیگه این رئیس هست گفته اون که بیژن جزنیه. اینا نمیدونستن اون یارو بیژن جزنیه میگو کامیز جزنی شنیده بودن یه چیزی به شوخی نزدیک واقعا و همین قدره. یعنی ابعادش من ده ها مثال اینجوری دارم میتونم شما عرض کنم. روز 23 بهمن من از توی همین مدرسه علوی که در یه زمانی همه موجودیت رژیم سابق و رژیم فعلی توی این ساختمون جمع شده بود همه دولت های سابق و دولت لاحق و بعدی و همه اینا اینجا بودن تو طبقه سوم شب رهبر انقلاب نشسته بود همه کارا هم همینجا میشد همه چی هم پایینش زندان بود اون فقط اصلا شما حق دارید باور نکنید کسی در اونجا تصور حجمی از دنیا نداشت. به خاطر چی نمیگم؟ به خاطر اینکه
یه نفر دم در واسه بود و همه میگفت اسلحه‌ای که گرفتیم بیاریم اینجا و یکی به این نمیگفت آقا این حیات مدرسه من چقدر جای اسلحه داره. نتیجتاً اینکه ساعت 3 بعد از ظهر این حیات پر شد اسلحه، بعد روش قالی بود، روش مبل بود همینطوری، و خانم ستاره فرمانبرمون زیرگیر کرده. بعد اصلا یه تصوری وجود نداشت که چه اتفاقات داره بیفته. یعنی آدم ها فکر کردن میشه همه یه موجودیت رژیم سابق رو از پاسبان سر کوچه تا نخست وزیر همه رو گره بور تو این ساختمون کرد زندان. یعنی تصور شد که ساختمون اینقدر جا داره، همه دارایی و ارتش و همه پولها و ایواکس و اینا همه رو میشه بور تو این حیاطه و سی زمینه دفن کرد. اصلا کلا ذهنی اینطوری میزنه. اینکه گفتم مجله رو میخونم، همین مجله اگه دستون رسید بخونید، واقعا چند تا نکته مهم میبینید توش. مجله هست تهران مثل نسیم بیداری. نسیم بیداری تو این شماره این دفعه شماره عید دیگه به مناسبت عید شماره ویژه داده بود، 100 تا از آدم ها مختلف خواسته تو خاطراتشون رو بنویسن. آدم ها مختلف گفتن، بعضیشون میشناسیم وزیر بودن یا مثلا جنرال بودن. یک دو نفر تو اینا برای من از همه جالب تره. یکی یه آقای الان ایشون بعد از دو دوره که سفیر بوده است، یکیش در یک کشور اروپایی و یکیش در اردن، الان استاد سیاست بین الملل هست در ایران و جزء گروه اصلاح طلبه و دو بارم رفته زندان. این کسی که ازش حرف میزنم آدم ایست با این مشخصاتی، ایشون خاطرات خودشون خاطرش اینجا شروع میشه. میگه که من تو بقالی عموم تو بازار کار میکردم، یه حاج اصغری بود و من گفتش که تو مگه نمیدونی که آقا قراره بیاد، قراره برن به مرسله. من هم درام هم مرسی نرفت. میگه او کوچی بود. بعد میگه من رفتم اونجا و تا رسیدم اونجا حاج اصغر گفتش یه سه دستت گرفتی؟ گفتم نه. گفت سنگین ها؟ گفتم نگرفت. گفت ولی بگی تو آدم قابل اعتمادی هست. یه جسته داد از ما. من مطمئنم کلمه ای دروغ نمیگه، چون تمام جزئیات که میگه درسته و اینو در شرایط داره میگه که بقیهشون دارن تکذیب میکنن اتفاقا. یعنی مثلا من کسی رو که نگهبان در اتاق آقایده بود در زندان قصر میشناسم، شخصا میشناسم و الان همیشون در دبی تجارت میکنه، توی کانادا از تورنتویش تجارت میکنه. اصلا دوست نداره این بگیم، یعنی اصلا علاقه نداره که گفته بشه جایی مطرح میشه فهمید، ولی این اینطوری نیست. این گفته نوشته برای مقصد که دلیل هم نداشته بگه، ولی جزئیات میگه. میگه من رفتم پشت در بایستدم یه تیمساری بود تو اتاق بود من تو مرزله چکمش برق انداخته بود فوقلاده و اینا. من پشت در بودم این هم توی راه میرفت و من فهمیدم همه اون چی که میگن راجع به ظلم شاهنشاهی درسته. و این چکمه برخورد. بعد همینطوری رفت اینا و بعد زد به در. زد به در و به من گفتش که من میخوام برم توالت. بعد من گفتم که آقا چی؟ من باید دستور بگیرم و فلان اینا. و گفت هر کاری باید بکنم. من رفتم حاجتاً پیدا کردم. بعدم با حاجتاً گفتم که حاجتاً میشه این کارو بکنم و اینا. گفت برو بیارش بیرون دستفهم بزن. دنبالش برو تو توی توالت دم در توالت در و همین تعلیماتی. بعد رفت و بعد تو راه رفت تو اومد بیرون به من گفتش که صابون نیست تو. و من گفتم که خب تایت هست. او گفتش تایت؟ من گفت تایت هم دست میشورم. گفتم چی؟ میگه من در اینجا فهمیدم که اینها آدم های کثیفی هستن که مال ملت رو خوردن هستن. بعد الان خب ایشون دو تا سفارت رفته، الان هم دیگه در کاری دولتی بازنشسته شده بعد از 6 سال. خاطرات الان داره می‌نویسه و این همین بود، یعنی داستان ترتش همین بود. یه این موقع خودش تو تهران سفری نوشتم اینو کرد می‌کنم چون یه عکسم کاوه گلستان گرفته از دست یه خانومی رو ما تو خیابون همین دم میدون 24 اسفند در ژاندارمری دیدم یه زنی رو چیز بسته به چادر بسته به کمرش و یه عده اینو میدونن این بیچاره نمیتونست بود و این چادر هم دست باش میگرفت و هی وای میساده هی نفس عوض میشید بعد این پشت سری ها پیشم بودم بای خود این زن یه زن هم حالت شوخی و جوک و اینا داشت، یعنی
خیلی هم جدی و انقلابی و اینا نبود قضیه، ولی به هر روز 23 بهمن بود و اینو هول می‌دادیم می‌رفت عاشق گفت مادر فلان گفتم برو اینا ولی کی پرس آقا این چیه این یعنی چی داشت عکس می‌گرفته گفت این پیش خدمت شاهه بخون آخه یعنی چی آخه این شغل به نظر پیش خدمت شاه آخه اینطوری نیستش که این طفلت آخه خب معلوم از پایین شهر اومد و یه چهار نمازی به کمرش داره خیلی که سود دربار کار کنه که لباسش اینجوری نیستش که بابا چی کرد به ارتماس کرده که آقا یه دانه این بوهایی سود می ازش بپرسی کی گفته گفت نمیدونیم شما باور که نمیشه این بچه ها عکاس ها اینا نگه داشتن این قافله رو این زمین چرا نفش هم بگرد بود عکساش هست بعد به چی معلوم شد توش که معلوم نیست کی گفته یعنی میتونست به راحتی در اون شرایط اعدام شده باشه شما این داستان رو همینطور که ادامه بدیم همینه یعنی انگار که جامعه با خودش قرار گذاشته و سر یک چهارایی به هم دیگه نرسه همه دوچار یه توهم بودن تبر زیادی از کسایی کشته شدن ما آشنا بودیم باشون شما حتما تعدادی از اینا میشناسید روز 22 بهمن در مقابل حرف ماها که آقا چرا موندید تو خونتون هواشون مثل آقا ویدا جوابشون بود که من که کار نکردم یعنی قضیه همینقدر ساده دیده شده من که کاری نکردم خیلی ساده این فضا همینطور که عرض کردم اگه قرار بشه یک علت براش بتراشیم این هستش که ژورنالیسم ایران در اون موقع به هر دلیلی کار خودش رو درست انجام نده اگر بخوایم در علت شکافی کنیم خواهیم گفت که به دلیل اینکه درس اول ژورنالیسم رو من نمیدونم کنم از شما که این رشته هستید یکی از مشکل ترین کارهایی که خلاف عادت بشره درس اول حرفه ماست خلاف طبع بشره همونطور که گفتم طبع بشر همونطوری است که مادر من هست یعنی سرعت باید در مقابل اون تیم فوتباله جهت بگیره آدمیزاد اینطوری ظاهرا مغزش ظاهرا اینطوری تنظیم شده که آدم باید بلافاصله داوری کنه باید داوری کنه در حالی که باید بچه ها میخوان که در اولین گام ثابت کنن که میتونن داوری نکنن بنابراین من وقتی که بچه که الان هستن مشکل کاره میکنم قرارداری اجتماعی خیلی خوبیه من امتحانش میکردم موقع بودش که این تنهایی پیدا شده بود در مشهد 16 تا زن رو کشته بود بعد با بچه قرار گذاشته بودم که من میشم حنایی تو خبرنگاری اومده با هم مصاحبه بعد اون شروع کرد سوال کرد آخه چرا این کار کردی بود نده میگه بگو چرا گفته تو باید بشه احترام آقای هنهی برای چی این کار کرد تو خب 16 تا آدم کشته بگو پشته بشه داوری شأن تو نیست تو باید گزارش خود تو دقیق بدی خواننده داوری کنه تو اگه گزارشش مخدوش باشد خواننده داوری نمیکنه یا داوری غلط میکنه یا ذهنش پرورش غلط میده این یکی از دشوارترین کارهایی است که بچه‌هایی که توی گریه میکنن تو سر خودشون میزنن تا بشه از این نمره گرفت این خیلی کار ساده ای نیست این کار اصلا ساده نیست مثل همه شغلای دیگه عالم که یه گرگاهایی داره که چو بی دادم بر سر وجدان خودش میلرزه این هم همینطوره من یه موقعی با یک پرسود جوان مصاحبه کردم روز اولین گروه بودن شون که ایمپلنت قرب کرد از ایمانسی و بعد در واشنگتن بعد ایشون شب بعضی که کار کردیم اینا فیلم گرفتن بعد نشست باید گفتش که شما هیچ وقت به مشکلات کار ما فکر نکردیم گفتم چطور فکر نکردیم شما اصلا یک کار مشکل تر از این نمیشه که میرین یه قلبی رو در میارین منتظرین که یکی دیگه بمیره یه قلبی بیاد رو بکنم خیلی کار مشکلی گفت این نیست فضایی که میگفتم یه چند کلمه ادامهش بگم تا برسونمش به جایی که ازش نتیگیری کنم این فضایی که عرض کردم رو خیلی ساده نگیرید تو روزهای چند مثال رو بزنم شما یکی از مشهورترین مثالاشو شنیدید شنیدید که یه روزی شایع شد که عکس آقای خمینی افتاده تو ماه خیلی ازش حرف زده شده شعر گفته شده و خیلی خیلی دورش حرف برمی کنم ولی به نظر می رسی که
مثلا انحراف اگر که فکر کنیم که این اتفاق نادری بود که افتاد، چون یکی سایی هم ممکنه بیام و شما صحبت کنم بگم که همین سه ماه پیش وقتی که در جنوب ایتالیا یه دیواری رو آبش فرده شد و حتما شما خوندین این تصویری از حضرت مسیح ساخته بود، واتیکان معمول گذاشت و ساختمان رو خریدند و این حرفا رو گفتن حضرت مسیح داشت تا شد، برای معموله در مذاهب همچه اتفاق میفته، اما چیزی که معمول نیست مثلا این صورت کرده تو روزای من این مجله در میوردم به اسم ترامسار، نه اون ترامسار قدیمی قطع بزرگ در نیست تایم درست کردم که درست سه ماه قبل از انقلاب شروع به کار کرد و شیش ماه بعدم تکیش کرد با بقیه روزنامه که بست توی اون دوره دارم عرض میکنم. اولا یه مرتبه ملت ایران یه مرتبه یه میلیون دلال توش پیدا شد، یعنی ما از صبح کسایی میمادن میگفتن آقا تو کسی از این فک و فامیلای شما نیست که مصادره و اینا بخواهی کرده باشن، اینا میگفتیم چرا مثلا هر که بخواهی که میشنم میگفتن که میشه کارشو درست کرد، بنابراین یه مرتبه معنی نشدش که آدم مختلف این پزشک بود اونی که مثلا شغل دیگه داشت اینا، یه او یه انبوه چند میلیونی دلال پیدا شد تو شهر، یه از زمین آسمون دلال اومد بیرون، حتی در بیرون از ایران کسایی که اون موقع اومدن بیرون از ایران تعریف میکردن که مثلا تو لندن تو کنزینگتون همینطور آدم ها به همگی بر میخوردن میگفتن شما خونه داری تهران دوباره خونه رو درست میکنم تو این میگفت من فرزاده کلویت میشناختم، اون میگفت من فرزاده ها خونه میشناختم، آدم ها شروع کردن این کار کرد. اما اون چیزی که حالا این مثلا شهر عموم بود، ولی اون چیزی که ماها تو بالاخره انگار جزء خصیصی بود، بالاخره روزنامه‌نگار بودیم، من اول همه جا سعی کردم تو روزا باشم، شاید مثلا تو دو هفته این موقع انقلاب نخوابیدم، مثلا تو روزی شاید 20 تا جلسه می‌رفتم، یعنی هر جایی که میشد دیگه، چون احساس همین بود که داره یه اتفاق میفته تاریخی ما باید بدن میشه. ولی اونجاها اتفاقا خیلی عجیب و غریبی میافتاد واقعا، یعنی بعدش پاری تصور بود. یه آقایی پیدا شد اومد گفتش که من رئیس گارد جاویدان بودم. خب رئیس گارد جاویدان اسم داشت، مثلا نشان بود میشناختش. گفتم که شما بخشید درجتون چیه؟ نظامی هستین؟ گفت نه من به علت خاصی درجه‌ام خوردم و خلاصه درجه‌ام خیلی بالا نیست. گفتم حالا پایین چیه درجه شما؟ من چون گروهانه. گفتم خب حالا گفت که من همه اسناد و مدارک شاه پیش من. گفتم خب خیلی مهمه که والا یعنی تو کاخ، یعنی الان و خب میدونید که روز 23 بهمن صبح روز 23 بهمن اگه کسی غیر از این به شما گفته حتما اغراق کرده، کاخا درش بسته شد، یعنی اصلا تو کاخا هیچ نوع چیزی صورت نگرفت، هیچ نوع غارتی صورت نگرفت، به خاطر اینکه شاید با یه استثنایی و اونم این همین کاخ مرکه مادر کاخ که چکمه که بشه این جلو بود که بچه های محل ریخته بودن، آقا مصطفی پیش نماز مسجد گیاهی تجریش که زکر تجریش بودن میدونن که کجا اشاره میکنم، در دو طرف میدون تجریش دو تا پیش نماز داشت، دو تا مسجد تسکیه میدون مجلس مسجد تجریشه، اگر بچه اونجا باشید ببینید یکم این بره که مسجد گیاهیه که درست روبروی در کاخ، این دوتا پیش نماز توشون بود که با همدیگه با جناب هم بودن، یعنی خواهرزاده آقای فاضل رنگرانی زنیشون بودی که اسمش ابوترابی بود که اسمش ملکی، ملکی زن نرم‌خوتر بود، درست روز 23 بهمن ملکی شد مسئول کاخا و کاخار هم از تیمسار نشاط تحویل گرفت، بنابراین از تیمسار نشاط داده شد ملکی، ملکی هم رفت یکی این صورت کرد، صورتش هم هست الان و همه چیز هم کردن، مثلا آدم هایی که چند وقت بعد رفتن میدونن که حتی لباس های شاه و بقیه همه اونجا بودش، همه چی بود، به این چیز نبود کنند. حالا به حال این آقا اومده میگو من رئیس هستم، من دیدمش این آقا رو که در یه روز به همه مجلات سر زده بود، از جمله مثلا با آقای نوری‌زاده هم سر زده بود که مجله امید ایران اون چه می‌کرد با خود دیگر،
بنابراین شایع شد تو شهر که آقا مقدار زیاد اسناد وجود داره. خب برای ما هم روزنامه نویسیم اسناد خیلی مثلا مهم است. گفتیم آقا میخریم دیگه. گفت اسناد عجیبی وجود داره اینا. من چون حالا مثلا مجله بزنی جدی تر بود مثلا زرد نبودش، بهش گفتم که مثلا چیزای خصوصی اینا که نمیگی. گفت نه آقا خصوصی چیه، من یه اسناد مهم راجع روابط ایران و آمریکا دارم. گفتم چجوری ببینیم ما اینا رو؟ گفت که بیا خونه ما بریم. خونه شما کجاست؟ گفتش توی بالای بلحک سرگنده اونجاست. من شبی با یکی از دوستامون رفتم اونجا خونه و دیدم که 4 آلبوم داره، 4 آلبوم عکس، آلبوم بزرگی بوده قلبی و همه آلبوم ها مال اولیا حضرت بود و بچه ها. چیزا خیلی عجیب غریب نبود ولی ممکن بود تو اون شرایط به نظر عجیب غریب بیاد، چون مثلا بعضیشون مثلا بیکینی تنشون بود، کیش بود اونجا بود. و گفتم آقا اسناد آمریکا چی شد؟ گفت اینا رو آمریکایی ها چیز کردن. گفت آخه این که بالاخره عکس خانوادگی و ایناست. بعد کاشف به عمل اومد که 30 تا 40 تا شبیه این آدم پیدا شده تو شهر با همین مشخصات. روز 24 بهمن من رفتم تو میدون تجریش، رفتم تو بازارچه مثقف تجریش اگر یادتون بوده باشه، از سر تا ته این بازارچه یه نطبهایی، یه سفرهایی تو زمین پهن کرده بودن و یه مقداری پیپ گذاشته بودن توش با چند کتاب و همه اینا با هم دیگه از این سر تا اون سر میگفتن پیپ و عبیدا. یعنی همه فروشنده یه پیپ و عبیدا شده بودن. بعد یهو یه تخصص های عجیب و غریبی زده بود در دل ماجرا به من. این رویه جوک مانند ماجرا بود. واقعیت این قضیه بودش که هنوز پادشاه تهران بود، تقریبا همه فرماندهای ارتش یه فک و فامیلی توی روحانیت پیدا کرده بود. من معدود میشناسم کسی استثناء بوده باشه، که البته معنیش این نیستش که مثلا محسوب چون این بود که من میتونه تو واگذار کنم، من اینطوری فکر نمی کنم، ولی به هر حال مشغول این کار شده بودن، یعنی باور کرده بودن که کار تموم شده و فکر میکردن که بهتره با روحانیون وارد یه گفتگوه بشن. تقریبا همه رفته بود، یعنی من شخصا واقعا فکر کنم 3-4 روز بعد از انقلاب بود، من خدمت آقای بازرگان بودم، تیمسار شادمهر که بعدا شد فرمانده ستاد همیشون هم اونجا بود، تیمسار شادمهر گفت که من از هم دوره ایام که شاغل بودن، تا ایشون شاغل هم گفت از هم دوره که شاغل بودن همشون یک کسی رو دارن، یکی پیش آیت الله خادمی، یکی پیش آیت الله حسنی، یکی پیش آیت الله شریعت نازنین، همه رفت بودن. یعنی در حقیقت قبل از اینکه به قول دارو شما این هزیمت بزرگ صورت بگیره، جامعه تبدیل شده بود، جامعه به صلاح دولتمند تبدیل شده بود به یه نسبت مثلا فرض کنید 10% به 90%. یه 10%ی که قصهش توی یکی کتاب من اسمش از 375 روز بازرگان که مال دوره نخست وزیری آقای بازرگان، من روز به روز حوادثش کرونا نوشتم، تو اون یه بخشیش راجع به همین ارزیست که میکنم، راجع به کساییست که از ایران رفتن تو اون شرایط، حالا بعدشون به حق رفتن، ترسیده بودن بعضی ها به دلیل گرفتن، ولی به هر رفتن، راجع به فرارهاست و اینکه فرارها چه صورت گرفت، چقدر افراد بودن که حتما شما هم میشناسین که تمام زندگیشون رو دادن فقط به خاطر اینکه برن اونور مرز و رفتن اونور مرز. بعضی از ایران میشناسن بعد از 3 سال برگشتن، مثلا مرمشون در اصلی خود رفتن که سخی شدن. از اون برم وجود داشت، یعنی کسایی بودن که هر کی بهشون اصرار کرده بود که برن و شما بسیار میشناسن گفتن. این فضای دوتفا وحشتناک بود. وقتی شما کار روزنامه‌نگاری می‌کردید دائما با این جوک رو برمی شد. یک کسی صبح روز 24 بهمن به همه روزنامه‌ها تلفن کرد، گفت محل شکنجهگاه ساواک پیدا شد. گفت خب شکنجهگاه ساواک اینا که از زندان اومدن بیرون، میگن تو خود کمیته مرکزی بوده. کمیته مرکزی هم همون جایی که ما به عنوان آبشاری ها میشناختیم در تهران، پشت زندان اومدن تو خونه. گفتم خب اونجا شکنجه میکردن دیگه، مگه جای دیگه شکنجه؟ گفت بله، این خونه ها وجود داره اصلا عجیب و غریب و اینا و عکاس پس عکاس.
عکاس رفت اومد یه جایی رو، یه زیرزمینی رو عکس گرفته بود که توش چیز رو عجب غریب بود، مثلا یه روز رو بود یه دونه چیز بود، یه چرخی بود مثلا یه چرخی اینطوری داشت، این نوردی بهش پیچیده بود. اون آقای در توضیحش میگفتش که با این دندون میکشتن بیرون. این گفته خواستن برای شکنجه بخوان دندون میکشتن بیرون، گوش میدن میکشتن بیرون به چرخ و اینا پروژه بیرون. بعد صبح فرداش واقعا به شما میگم شاید خیابان بهار بود، این خونه فقط خونه سرنگ زیبایی بود، ولی جماعت تا اینجاش درست رفتن که سرنگ زیبایی، اولا سرنگ زیبایی مثلا 20 سال بود بازنشسته شده بود، اصلا دیگه تو کار نبود که برفرض اگه باشه چرا باید خونه شخصی شکنجهگاه باشه؟ اون همه جای سوال داره، انگار مثلا صاحب پول نداشته خونه داشته باشه و میاد خونه سرنگ، خونه سرنگ بر خیابون بهار تو خیابون اینا چیزی نمیشد تو شهر، اینا چه سوالی هیچ کس سوال نمیکرد. و فضای مهم امروزگار این بود که کسی سوال به خود نمیکرد. اون شب معروف که ما در تلویزیون گیر افتادیم و حمله شد بهمون، که شب معروف بود، من آخر باری که رفتم ساختمون تلویزیون اون شب بود، شب خیلی معروف خود زده اومد و اعلام کردش که گروه های اینا فلان اینا رو خواهم حمله کنن، یه آقایی رو دستگیر کردن، یه مردی رو دم زنجیر دستگیر کردن، برده بودن تو همون اتاقه که دم در ورود که میرفتیم اینجا گشتن. این آقای شبستری به من گفتش که آقا این خیلی موضوع مهمی است، این ممکنه پشتش به اسرائیل و آمریکا و انگلیس و همه دنیا وصله، شما برو با این صحبت کن ببین اگه به زبان خوش اطلاعات چه میگه بده، اگر نه ما باید این رو بدیم دست آدار. من رفتم و یه کسی بود، یه آدم ساده بود، شاید هم افغانی بود نمیدونم، ولی به هر حال اگر نبود اهلی بسن شما بود خراسان شما. من تا وارد شدم گفتم آقا چی شما چه بودم؟ گفت من داشتم تلویزیون میدوزیدم. گفتم یعنی چی؟ گفت آقا خرد و خرد بود، کسی نبودش و اینا، من اومدم اونم تلویزیون هم نبود، یه مونیتور برداشته بود، فقط مونیتور بود، یعنی تلویزیونی خبر نبود. گفتم خب، گفت اینطوری، من از همونجا تلفن کردم به آش ازایی، گفتم آش ازایی این خودش میگه دزدم دیگه، اومده تلویزیون بازه برای چی ها کنم؟ آقا اینا میگن. بعد این تا 5 ماه بعد گرفتار بودیم، بعدا خانوادهش با ما تماس گرفتن رفتن. یعنی این که به شما عرض میکنم که یه توهم به شما هست، مثل این داستان خرس، شما داستان خرس حتما شدیدین، زیاد شدیدین. میگفتن که در همین زیبایی یه خرس داشته که وقتی که با توده‌ای ها چیز میشده مثلا به جون خانم های توده‌ای مینداخته خرس رو. بعد این فقط خود همین موضوع رو شما یه ذره دام واقعیت بندازین، یعنی شما فکر کنید مثلا این خرس تو چه جوری نگرداش برای چه قضا داد، بعد اینو تربیتش کرد که فقط به زن های توده‌ای نزدیک بشه. یعنی در یه همچین شرایطی به نظر میرسه که اون چیزی که منعکس نشد این بود که انگار اون فاصله‌ای که ازش عرض کردم تو قسمت اول، یعنی اون فاصله‌ای که بین توهم آدم نسبت به موضوع وجود داره تا ریالیتی اون، کانسپت ریالیتی یا خود ریالیتی، اون فاصله انگار در یک زمان کوتاه 2-3 ماهی رفت، انقدر از هم باز شد اصلا کسی لازم نمیدونست عقلش رو به کار بندازه، یعنی اصلا کسی لازم نمیدونست سوال کنه، هر چیزی در جای خودش پذیرفته میشد، همه چی. برای شما حرفای عجیب و غریب میشنیدید که بعدا وقتی که اوضاع آروم شد، وقتی آدم نگاه میکرد فکر میکرد خب چرا اینا هم دیگه، چرا آدمو قبول کردن یه چیزی رو، چرا این فرض قبول شد که این درسته. همین الان یکی از بزرگترین ایوایی که به هم خوردن این تناسب بین واقعیت و تحلیل وجود داره اینه که شما دائما تو این سیستم رسانه های فارسی زبان، دائما داخل ایران در بیرون از ایران فرق نداره، دائما شما چیزایی میخونید اونا درباره بیرون، بیرون درباره داخل، که اگه یه ذره عقل رو به این پرتو بندازیم دیگه نمیشه که، یعنی شما اگه اساس برای این قرار بدید که هر روز صبح خامنه ای کار اصلیش اینه که یک مشکلاتی برای مملکت وجود بیاره که بابای خودشو در بیاره، بالاخره یه ذره فکر دارم چرا این کار برای من مریض خوبی از صحبت دیده چطوری اصلا 35 سال نگه داشتن یعنی کشوری رو. و
فقط اینکه اینم که نمیشه که آدم کسی رو فرض کنه که از صبح نشسته و فقط کارش مردم آزاریه، یعنی هر عملی که انجام میده این عمل غلطه، یعنی اصلا فرض بر این که این احتمالا ممکن است که تصمیمی گرفته باشه که این تصمیمه ذره ای هم از مثلا اندیشمندی توش وجود داشته باشه انگار پوت میشه. اون برام شما برید مثلا بخونید چند تا سایت اینا درست کردن، حالا آقایان شروع تو میگم. خب حالا این وضعیت رو داشته باشید تا من عرض کنم بهتون که حکومت جمهوری اسلامی یکی از اولین چیزهایی که متوجه شد چیزی بود که مطلقا رژیم شاه در دستورش نبود، یعنی مطلقا رژیم شاه این کارو بلد نبود خوب یا بد، و اون اینی که اینا بعد از اینکه 10-12 سال با هر نوع رسانه‌ای مبارزه کردن، یعنی اول بار یادتونه اول بار سر ویدیو شروع شد دیگه، بعد از انقلاب اولین جایی که بود کاست بود، یعنی کاست یهو تبدیل شد به چیز عجیب غریبی که نباید داشته باشین و پنهان کنین و بریزین دور و فلانی هم. بعد یواش یواش از کاست خودشو کشید به خود در ویدیوهای یعنی چیز و اینا، بعد دستگاه ویدیو حملش چیز تو خیابون بگرد بزن فلان جمع کن، بعد جمع میکردن بعد جا نداشتن یا ببرن. سوالها بعد رادیو تلویزیون اعلام کرد، سازمان رادیو تلویزیون مزایده گذاشت و معلوم شد 140,000 چیز هست دستگاه پخش چیز داره که اینا هم توی گرفتن بردن دارن اونجا انبار کرد. بعد اونا یه دورم با اون مبارزه کردن، خب این نیبر بود دیگه، بعد جنگ شد، بعد تو جنگ هم اینا همین بساط هم توریه دارد بزید، در حالی که در دوره پادشاهی فقط یه چیز ممنوع بود و اون این که رادیو موج کوتاه نباید وارد میشود، بنابراین اگه کسی رادیو موج کوتاه از خارج از کشور میورد گمرک اگر میدید میگرفت، بعد قسمت فنی گمرک موج کوتاهش رو حذف میکرد پس این بود. ولی خب بعدا هر کدوم از این وسائل که ظاهر شد حکومت یه دور باش مبارزه کرد تا رسید به ماجرای ماهواره ها. وقتی ماجرای ماهواره ها رسید اینا به سرعت متوجه شدن که این کشتش یه حسی نمیتونی داشته باشه و اون عبارت از این است که برنامه هایی که از بیرون ریخته میشه توی جامعه ایران اطلاعاتش به دلیل بسته بودن فضای داخل ایران تو جزئیات اینقدر کمه که اگه بهش درز بدیم که بیا تو ایران شوخی میشه، یعنی آدم ها شروع کنن باش شوخی کردن، چون مثلا فلان کس خدا رو شدیدن مثلا راجع به وزیر اقتصاد صحبت میکنه و این وزیر اقتصاد 5 تا بعد از اون عوض شده، مثلا اسم خیامانی تهران میخواه بینید اسم ها عوض شده، اینا خب به حال عوض شده. اینا رادیوها درست نشده بود برای اینکه مثلا از آلمان برنامه درست کنیم بره ایران، درست شده برای محدوده خودش. وقتی این ماهواره پیدا شد اینا رفت به داخل ایران، ماها تو تهران نشسته بودیم، بعد شوخی شده بود. اینا از اینجا یک وسیله یاد گرفتن و اون که میتونن برن این اطلاعات رو مخدوش کنن. الان آخرین آماری که خودشون دادن 72,702 سایت خبری درست شده، این یه چیز رو بسن حدود 20 سازمان به طور مشخص صاحب کد در بودجه هست که به شکل‌های مختلف با اسامی مختلف از بودجه عمومی استفاده می‌کنن یا از بودجه مرجعیت که اینها سایت‌هایی که درست شده. شما برای این سوال پیش میاد که این سایت‌هایی که درست شده و چی می‌کنن؟ چی می‌خوام مال بکنن؟ چون خبر رو که خبرگزاری‌ها تولید می‌کنن تو روزنامه می‌تونیم فرض کنیم که این خبر رو میره شکل‌های مختلفی پیدا می‌کنه، تایم با نیوز ویک فرق داره، نیوز ویک با نیوز تایمز فرق داره، ولی تو سایت این تفاوت خیلی اندک میشه. این هم مطالب ریخته میشه تو این سایت و تو این که 72,000 تا این تنوع چیه که اتمام این تنوع تولید خبر میکنه، یعنی او شروع میکنه خبر تولید میکنه و این خبر تولیدی رو میفرسته توی سیستم به اصطلاح آزاد بزرگراه اطلاعاتی، یعنی اینترنت. تو اینترنت برای کار یک پژوهش که یک برچه موقع فرانسه کرده 80% اطلاعاتی که میگرده مخدوشه. در نتیجه پس ملاحظه میکنیم که یک روش پیدا شد که اون سیستم آگاهی رسونی رو وقتی که رسید به اینترنت که جاییست که آخرین پدیده آزادی ساز بشر هست، همه دویا دارن ازش استفاده میکنن، حالا از چند تا نشونه شادم. ببینید شما زبان فارسی تنها زبانیست
که شما به موتور جستجوی گوگل نمیتونی اعتماد کنید. یعنی شما اگه کار جدی خبری کرده باشید، شما برید بزنید توی موتور، بزنید تو گوگل محصول ببینید. بعد اون شما میبره تو 20 آدرس، به این 20 آدرس تمام ساخته شده این سایت ها. بعد میبره توی ویکی‌پدیا، ویکی‌پدیا پشتش یه سازمان ایستاده شبانه روزی پرقدرت وجود داره. شما امتحان کنید، مثلا توی موتور جستجوی گوگل بزنید مهندس عزت صحابی، بعد شما میبره تو ویکی‌پدیا و تو ویکی‌پدیا ببینید این چرا انقدر فوش میده به مهندس. مثلا به مهندس میگه که مثلا این موقع دستگیر شده به جرم نزدیکی با روسیه و این حرفا مهندس صحابی چرا چرا میدن. بعد شما خب میدونید تو ویکی‌پدیا آزادی میتونید برین اصلاح کنید، میرید ادیت میزنید اصلاحش میکنید، فردا صبح برمیگردید برگشت جوابش. پس یه سیستمی وجود داره که کل اینو کنترل میکنه و این سیستم جز یه سیستم نشسته ای که دست کم 5000 نفر توش مشغول باشن هیچ راه حل نداره، یعنی هیچ راه حل دیگه نداره. این فیلمایی که تو یوتیوب میسازن، مثلا فرض کنید با بچه‌ای که تو تلویزیون ها هستن، بیشتر با بی بی سی و گاهی اوقات با برنامه دیگه، با اونا برمیرن نسبت هایی بهشون میدن، این با اون رابطه داره، اون با اون فلان، این را توش دقت کنید. اینا بعضی هاش دست کم 100 ساعت کار برده، یعنی بعضی از اینا که ساخته شده فقط برای اینکه یه آدمی رو اذیت بکنن، این پیداش پشتش سیستم تغذیه قوی وجود داره. به این ترتیب میخوام عرض کنم که اون تفاوتی یا اون تناقضی یا اون فاصله‌ای که بین حقیقت و تصور از حقیقت وجود داشت، تو زبان فارسی حتی وسایل مدرن هم نتونسته چارش بکنه. وسایل مدرن یه مقداری بیشتر کرده فاصله رو، چون هنوز به هر حال اینطوریه که شما وقتی که میرید یه چیزی رو بنویسید، همینقدر که روی کاغذ مینویسید یه چیزایی رو آدم نمیگه، اصولا جز طبع نوشتار اینطوری دیگه، آدم هر چیزی که به زبان میاره نمیشه همون رو نوشت رو کاغذ، بالاخره فاصله ای داره، یه ذره دست و گوش سستر میشه، معدب تر میشه، کاغذ جز مشخصاتش نیست. ظاهرا توی اینترنت این یه همچین فضایی لازم نداره، بنابراین بی‌پروا میپرید. راه مقابله کردن با این چیه؟ یک راه سادهش این استش که به همدیگه خبر بدیم و عادت بکنیم به اینکه خبرهایی رو که هرچه ظاهر شیرین غیبت داره ولی تحقیق نشده است باور نکنیم، منتشر نکنیم، تکثیر نکنیم، ولی گفتن استفاده است. معمولا غیبت شیرینه و کمتر کسی میتونه در مقابل شیرینی این قضیه مقاومت کنه. خیلی کار مشکل. شما اگر که مثلا با خود دور نزدیکانتون صحبت کنید، میبینید که هر کسی که مثلا کیهان یا نشریات دیگه بهش یه تعرضی کردن، مال خودشو میدونه غلطه ولی مال دیگران تکرار میکنه. یه سیستم است، یه مبنای ذهنی توش وجود داره. این یه کار خیلی جدی لازم داره. اول باید قبول کنیم که یکی از بزرگترین دلایلی که صدمه این سوء تفاهم بزرگ اتفاق افتاد، ناشی از همون ساده لوحی بودش که برای نسل دوره انقلاب رخ داد. اصلا فارغ از این میگم که مرام سیاسی چی بوده، مرام سیاسیش الان کاری ندارم، یعنی به اونجا کار دارم که مثلا فرض کنید آقای کیانوری که خود دیگه بالاخره با سابقه ترین آدم سیاسی بعد از انقلاب بوده که به ایران وارد شده، در این بوده حزب توده بوده، 40 سال سابقه این حزب بوده و آقای اینا تجربه داشتن، کار کردن، از هر گروه دیگه بیشتر کار کردن، بعد اصلا نیروی انسانی آماده‌ای که در اختیار داشتن با هیچ گروه دیگه قابل مقایسه نبودن، جبهه ملی نبقیه اصلا هیچ کسی همچین گروهی نداشت که توده در اون زمان داشت، نیروی متفکر، مترجم، شاعر، نویسنده فراوان داشتن. ولی شما این پرسش و پاسخ‌های فرصت کنید، پرسش و پاسخ‌های آقای کیانوری بخونید که هفتگی بود یادتون باشه، منتشر می‌شد و ببینید که یک هفته قبل از اینکه دستگیر بشن و حزب به طور کلی برسه یه همچین داستانی که پیرمرد 80 ساله رو بکشن، ببینید ایشون تصویری که میده چیه، یعنی اصلا تصویری که میده از هر خامی خامتره، یعنی داره به کل سیستم میگه دست به هیچی نزنید، کسی جرأت نمی‌کنه ما نزدیک شه،
ما انقدر در چفت و پوست و خون به قول او رهبر جامعه ضد امپریالی هستیم که اصلا ما چیزیم و ما اصلا خود نظامیم و برای اینا با همین تصور رفتن. برادر انصار افضلی قوانین نیروی دریایی وقت که بالاترین شخصیتی بود که به اتهام توده‌ای بودن اعدام شد به من گفت که وقتی که افضلی گرفته بودن سه روز قبلش سران استوده رو با هم گرفته بودن سه روز به من گفتش که وقتی که رفتم افضلی رو دیدمش که دیگه مطمئن شده بود میکشنش به من گفت که من موقع که بردمش هیچی قدرت میکرده میگفته که من مثلا طرفدارای امپریالیسم من گرفتن آمریکایی ها گرفتن اسرائیلی ها من گرفتن من فهمیدم که اینو چنان رو خدمات خودش داری میکرده حوصله بازجو رو سر برده بازجو گفته بلنش بیا اصلا چه گفت بلنش بیا بلنش در باید کرده بعد همشون تو کتاب ها نشسته بودن بعد دوست افضلی خودش گفته گفته که بعد درش با کرده مفهود نگاه کرده کیارمیلی گفته که تیم سارا تموم شد خب این پنج روز بعد از اون نوشته است یعنی پنج روز بعد از اینکه یه آدمی با سابقه و تجربه کیارمیلی یه همچین تصوری از سیستم خودش به آدمای خودش میده و به خودش میده از هم آمده هستن بعد یه همچین حالیسه میده به همین سرعت هم او حرفش این است که خب یه شد دیگه مقصد اینه که این کژوال روبرو شدن با مسائل اطراف بعد یه جاهای یه گروه کثیری به قیمت خونشون به قیمت زندگیشون تمام شد من خودم آماده کرده بودم که شاید فرصت کنیم برای شما بگم که تو ادبیات چه اتفاقی افتاد تو اون 10 ساله آخر یکی از دلایلی که گفته می شود که روشنفکرها تو ماجرای انقلاب ایران مثلا خیانت کردن یا بد کردن یا کار کردن که نباید می کردن استناد به این استش که روشنفکرها تقریبا 90%شون یا شاید بشه 90%شون به هر حال در بهمن سال 57 مخالف نظام بود درش تردید دیدن به این مناسبت یه نتیجه غلط گرفته میشه که انگار که اینها به وجود آورنده اون مخالفت هم بودن در حالی که اینطوری نیست اصلا روشنفکر ایران دارای چنین نیروی نبودن اصلا کتاب های 2000 تا 1800 تا چاپ شده اصلا یه همچین نیروی در جامعه نداره دکتر امینی یه موقعی در همون سال 57 موقعی که با شاه ملاقات کرده بود شاه بهش گفته بود که شما بالاخره افراد ملی هستی هرچی برای کشور اتفاق افتاده خودش تو خاطراتش گفته بالاخره شما بخشیش وظیفه شما هاست شما باید بریم جلوشو بگیریم ما تقصیر کردیم و مملکتی نباید دست آخوندا بدین و فلان دکتر امینی گفته بود که قربون شما ساواک 3 تا صندلی توی اینو راست میگه من دیده بودم چشم یه دونه اتاق داشت دکتر امینی توی مسجد فخرالدوله مسجد مادرش متولی اونجا بود هفته مرتبه میره به اون موقوفه رسیدگی کنه عکس مادرشون بالا بود اینجا می میسی بود خیلی ساده بود بالا اون میره فروشی های دیده باشه بعد یه موقعی معلوم شد ساواک بهش گفت این 3 تا صندلی که تو اتاق گذاشتی این چرا 3 تا صندلی هست به خاطر اینکه این اجتماع محسوب میشه به امینی بعد اونم گفت چرا من گفت دو تاش برده بعد امینی به شاه گفته بود که خب شما تا دو هفته پیش که فرمودید و معاملات اینا تو اتاق من 3 تا صندلی رو ساواک نداشت بودم بذارم اینا 16 تا مسجد داشتن و تمام توی مسجد هم ما چجوری میدونیم جلوی اینا رو بگیریم اصلا تیر میکنی وجود نداره اصلا از تحمل اون بیرونه فارغ از اینکه بخوان یا بتونیم یا هر چیز دیگه واقعا خب یه همچین تناسب وجود داشت ولی به نظر میرسه که بیشتر از این که خود این تناسب رو ما کشف بکنیم اون نقطه هایی که فشار می آورد وقتی دوان دارد میزنیم واقعا تعجب آوره که سیستم بیدار نشد در حالی که آدم های چریک ها رو ما میگن که وقتی که این حرف رو از مهندس شنیدن جرأت اینو به خودشون دادن که برن تو کار مسلحانه یعنی تفسیرشون این شده که وقتی مهندس بازرگان میگه ما آخرین نسلی هستیم با شما حرف میزنیم پس میشه رفت در حالی که مهندس نمیخواست هم چیزی میگه ولی اونها هم چیز تفسیر کردن ولی سیستم یه همچین تفسیری نکرد که از این میشه
یه نتیجه بیداری گرفت. وقتی اصغر آسی جوادی اون نامه معروف رو نوشت، اگر خبر داشته باشیم، خب ما ترسیدیم، یعنی واقعا وحشت کردیم، از فکر فکر مورا چه اتفاق عجیب غریب میفته، یه اتفاق رو نیفته، به چی نیفته. یک شبی، آخرین قصه رو بگم برشما، یک شبی حکومت نظامی اصفهان شده بود، ولی حکومت نظامی عمومی نشده بود. تو زمان اون موقع نوشتن دیگه اعتصاب شروع شده بود، اومدم ما رو گرفتن، 12 نفر از آدمای مطبوعات گرفتن. من و آقای سجادی رو فرستادن به لشکر، به اون باغ نظامی جامعه لشکر. ما رفتیم اونجا. آقای دکتر آقای سجادی به من میگفتش که اینا نظامی ها امشب کودتا کردن و برسه اعدام میکنن، اگه کاری میتونیم بکنیم بکنیم، باید همین الان بکنیم. من میگفت فک و فامیل اگه داری بگو فلانی هم. خودش هم تفرک شروع کرده بود این مرور دست بازدن. من هم افتادم، خب بالاخره من ازشون جوانتر بودم، افتادم به شوخی کردن و روی سازی اون حرفا. میگفتم حالا یه طرف دیگرش هم اینه که اینا ممکنه تصورشون این باشه که برای شما وزیر میشین. و من گفت برو با پیکاری این حرفی که میزنی رم. ما این خنده رو هم تا ادامه دادیم. بعد توی اتاقی تو سربازخانه بود، توی اتاقی که دوتا تخت سربازی اونجا بودش، ما جسو این روزنامه و کتاب چیزی هم دارم حرف میزدیم دو نفر رو برو هم دیگه، و این فکر کردیم بقیه کجا هم توی دنیا اینا. در این لحظه در باز شد و تق، این در باز شد و یه سربازی اومد و پاش محکم تق بوری به هم دیگه و وایساد، و بعد پشت سرش یه سربازی دیگه با یه سینی اومد تو. اومد تو روی این سینی یه دونه بطری جانی باکر بود، یه دونه بشقاب بود، یه موقع کالباس توش بود، باید دیگه نون. وارد شد و به وسایلی گفتش که قرآن خیلی عوض میخوام، وسایلی پذیرایی بیشتر از این نبود، اینا بودم خدمت کنم. گذاشت جوره آیس جوادی، من همی کنار بودم میخندم. نشستی چند کلمه هم صحبت کرد، طبیعتم بیشتر با ایشون رو. بعد رفت و تا رفت گفتم خبری نیست، بوده تا اینا خبری نیست، اینا دنبال وزیر صابر میگردن، میخوام آما ببندن. بعدن معلوم شد، بعدن خودشون تعریف کرده بود یا برادرشون تعریف کرده بود که همون فرمانده همون لشکر که این اتفاق هم خیلی افتاده بود، که بعدن ایشون رو پیدا کرده بود، گفته بود که شما بیا شهادت بده که من آدم خوبی بودم. در اون برای اون توی اینو بگم بود برم گفته بود اخوان گفته بود که هر که آمد سال 47، هر که آمد بار خود را بست و رفت، ما همان بدبخت خار بی‌نصیب. کاوه‌ای پیدا نخواهد شد امید، کاشکی اسکندری پیدا شود. خیلی تونده، یعنی واقعا باور کردنی نیست که کسی در سال 54 بگه که راهش اینه که اسکندری بیاد بگیره ایران، یعنی نیروی خارجی بیاد ایران رو بگیره، بخاطر اینکه دیگه احتمال پیدا شدن کاوه نجات دهنده وجود نداره. بشه با تفاوت گفت و خشکید و کبیر لوت شد دریا ما، امروز بد و بدتر از آن فردا ما. هیچ نوع امیدواری، هیچ نوع امیدواری توش بوده. دهان چو باز کنی سر به داغ می‌ریزند. نصرت گفته بود هوا براده آهن، زمین چو لجه خون شد. یعنی من رفتم اینجا میگردم نصرت یه گفته بود که اوراق شعر ما را بگذار تا بسوزند، لبهای باز ما را بگذار تا بسوزند، بگذار دست هامان را بر دست ها ببندند، بگذار تا بگوییم، بگذار تا بخندند. مثلا یه تصویر عجیب و غریب نیست از، یعنی نسل جدید حق داره که به پرسی که اصلا مثلا در سالهای 47، 48، 50 واقعا این تصویر قالب یه هم چیزی بود. مثلا فیلم ساخته میشد، فرق نشون داده میشد، بعضی قول میدادن که چرا گودا جنوب شهر نشون میدین، اینا حالا اون گودا واقعی بودش. ولی واقعا تصویر کشور بنا به آدم های کار سیاسی میکردن جالب اینه. من میگشتم تو این یه هفته که چند مثال پیدا کنم از آدم های مختلف رو گفتم، اینقدر زیاده که نمیشه دوش داستین کرد. تنها مثال خیلی عجیب امیدوار کننده مار خسرو گلسرخی بود.
یعنی همون کسی که اعدامش کردن همون موقع و دو ماه قبل از مرگشه، 5 تا شعر از خسرو در اون موقع ثبت شده. میگه دیگر صبح هست و پایان شب تار است، اگر صبح هست و بیداری سزاوار است. خیلی شعر امیدواریه، یعنی خیلی روشن میبینه. یعنی آدم تصور میکردش که اون بقیه انگار باید ادامه شدن، خسرو باید میموندش قضیه برای شد. توی ترانه ها خواهش کنم یه سایتی هستش، سایت سر بزنید، یه سایتی هستش که ترانه های فارسی بیشتر توش هستش و ترانه هایی که تو فاصله همین سالهای 50 هست، 50 تا 57 ساخته شده که حضور در میدونه، همه هم ترانه همه بچه ها و همه هم آدم های معروف خوندن دیگر، مثلا داریوش تا گوگوش تا بقیه همه خوندن. ظاهرا در زمان خودش اصلا کسی از ماها دقتی به شعر اینا نکرده، یعنی انگار کسی نکرده اصلا، در حالی که الان شما وقتی که به فضای اون موقع میرسین انگار وقتی از این زاویه نگاه میکنین تحولات ایران رو انگار عجیب نیست که حادثه اتفاق افتاد. یعنی باید با یک همچین جامعه‌ای که یه همچین شعری، یه همچین روزنامه‌ای، یه همچین فیلمی، یه همچین دولت مردانی، یه همچین دستگیرنده، یه همچین سوادی داشت، انگار امروز آدم فکر میکنه که باید افتاد. تعجب ماله چیه؟ چه تعجب میکنیم از این حادثه که اتفاق افتاده؟ توی برنامه آقای لیموندی دیدم که آقای افشار روز خاطراتش میگه موقعی که اومده همین آخر افشار موقع رئیس تشکیلات کل دربار بود، اومده است به انگلیس که بره به انگلیس مذاکره کنه که بی بی سی فارسی رو ببندن. حتما خوندی دیگه، این مدل عمده‌ای شده بود در سال آخر، سفیر و وزارت خارجه و همه ست و دولت آخر همه مشکلشون این بود که بی بی سی، در حالی که بی بی سی اصولا 45 دقیقه برنامه بیشتر نداشت، خبرنگاران در تهران نداشت و محض اطلاعاتون برای با ما افسانه هایی که بگم افسانه ها حاکم میشه، بی بی سی هیچ وقت در طول تاریخ سابقش هم با خمینی مصاحبه نکرد، هیچ وقت حتی یه بارم نکرد، ولی شما خیلی شنیدید که هر روز مصاحبه میکرده اینا، در حالی که بی بی سی 7 بار با مرحوم بختی ها مصاحبه کرده بود در همین فاصله، ولی هم تو شایعات گفته میشه دیگه، حالا چیزی هم نداره، کنترلی هم نیست. توی اون فضا فشار از تهران میومده که بی بی سی رو خلاصه ببندین و چه کارین اینا، یه آدمای مختلف اومدن، هم امیر خسرو افشار، هم آقای امیرحسن افشار، هر دوشون اومدن در لندن مذاکره کردم و میگه که من با پرویز راجعی کمی هفته گذشته فوت شد، میگه رفتیم به وزیر خارجه دیم. وزیر خارجه دکتر اوهم بود، زمان دولت کلهم بود، میگه که ما به دکتر اوهم گفتیم، دکتر اوهم شروع کرد قش قش خندیدن، گفتش که آقا شما که همه تو اینجا درس خوندیم، من چجوری به بی بی سی بگم اینو نگه یا اونو بگه؟ خب من اینه بگم که اینا بابای منو در میارن، فردا صبح دولت ساقط میکنن، مگه تو مملکت آزاد میشه رفتش به میدیایی گفتش که تو اینو بنویس یا ننویس؟ بخیر این ترتیب داره، بالا پایین داره اینا. بعد ایشون حالا بعد از 35 سال میگوید که خیلی برام جالبه، واقعا خیلی حیرت کردم، میگوید که من برگشتم و رفتم خدمت اعلیحضرت گزارش دادم، به اعلیحضرت گفتم که وزیر خارجه میگفت که ما اگر میتونستیم جلوشون رو بگیریم، اینها یعنی بی بی سی دائم راجب این ایلندیا یاد میادن، راجب این ایلند که جدایی طلبن دارن جدا میشن و بم میذارن و فلان اینا، اینا اخبار اینا رو پخش کردن، ما هرچی به عنوان دولت به اینا میگیم آقا اینا اخبار اینا پخش کردن، اینا جدایی طلبن، به اینا گوش نمیکنن، حالا چجوری بریم به اینا بگیم مثلا اخبار ایران پخش نکنن؟ بعد میگه که آقای افشار میگه که من به خدمت حضرت گفتم که وقتی که اینو میگفت من فکر کردم چون این میدونسته که من میخوام برم ببینمش، اینا شب قبل این برنامه رو پخش کردن که الان این توهم ها در سر ما وجود دارن، حضرت گفتن منم همینطوری فکر کنم. یعنی خب خیلی واقعا از اون برشو گفته ماله این برشن ببینیم، تصور این که آدم با اطلاعاتی که ایمان داشتن یا بیشترشون درس مونده بودن، خود عرضات بالاخره سوئیس درس مونده بودن،
اصلا تصوری از میزان آزادی در اروپا و کشورهای آزاد انگار وجود نداره. او به او میگه که این صحنه سازی در مقابل ما صورت گرفته، اونم میگه آره من همینطوری شدم. همینطوریه. این نامه هایی که تازگی در اومده که جزو خاطرات پرویز رادی هم بود، واقعا شرح غم انگیز نیست برای اینکه یه بارش پرویز رادی عصبانی شده به من سفیر نوشته است برای هویدا که موظف دربار بود، حالا جزو اسناد محرمانیش که تازگی منتشر شده، تو میگه که اگر با یک برنامه 45 دقیقه ما ساقط میشویم جمع کنیم برویم. به نظر من به اصلاف روش کنم از آقای بینو شما فرمودید در مورد فاصله بین اون چیزی که مردم فکر می‌کردن با اون چیزی که واقعیت بود و استنادتون به اشعار و ادبیات و چیزها فیلم و سایر چیزها، همه اینا روشنفکران، یعنی در واقع توهم روشن فکرا رو با واقعیت نشون میده فاصله شد، ولی چیزی راجع به عامه مردم نشون نمیده در حالی که انقلاب توسط عامه مردم اتفاق افتاده. یعنی من اینجا برام یک سوال اینه، اون شوخی که شما دارین میگین خیلی جواب این نیست، جواب این اتفاق، من که اکثریت که در شرکت داشتن در این شوخی کسایی بودن که ما آماری از توهماتشون نداریم. ببینید، آره درست میگیم، دلیل خلاصه کردن شاید که یک کمی بهش اتفاق افتاد. ببینید، روشنفکر اون رو بیان میکرد برآمده درون خودش الزاما نبود، چون روشنفکر معمولیش اینه که اودینسش رو نگاه کنه. یعنی همه همینطوره، ما اصلا کارمون اینه، یعنی ما یک برنامه تلویزیون می‌سازیم به اودینس نگاه می‌کنیم که خوشش بیاد. اون حلقه معروفی که وجود داره بین پیام و پیامگیر و پیامگیرنده، اون حلقه دایره بسته است. یعنی هنوز تو حرفه ما هنوز خیلی روشن نیست که ما از اونها تاثیر بیشتری می‌پذیریم یا پیامگیرنده ساینی که بالا می‌فرسته یعنی عملاً به ما تاثیر بیشتری میده. یعنی حلقه بسته است این دایره که اگر غیر از این بود اصولا اون مداراتش برمیخورد، یعنی این هی حرف میزد اونم نمیخرید، نمیخورد، تمام شد. اینا وقتی که میگفتن ارزش نقلش به اونجاییست که بالاخره از توده بودن، بالاخره اکثریت عظیم اینا تو توده، یعنی هیچ کدار روشن بیده که تو من میشناسم، شاید مثلا نه نمیشناسم کسی از روشن بیده که از طبقه متوسط به بالا بوده باشه، به خصوص اون موقع. الان چرا؟ الان خب آدمایی که با کتابشون زندگی میکنن، با فروش کتابشون زندگی میکنن کم نیستن دیگه، ولی اون موقع اصلا نبود که همچین کسی وجود نداره. یعنی اصلا کتاب های قد تیراش نداشت که کسی باید زندگی کنه که بتونه خودش اداره کنه، همه را توی مشغول داره. بنابراین عرضم اینه که اون توده گرفتار اون توهم بود، اینو منتقل کرده بالا. هیچ نیرویی وجود نداره که در دستور کار روشنفکر یا یه نمونه ای تو دنیا وجود داشته باشه که در دستور کار روشنفکر گذاشته باشه که اگر توده اشتباه کرد و تو فهمیدی در مقابلش وایسی. اصلا نداریم هم چیز، یعنی حتی نمونه نداریم. حتی تو انقلاب کبیر فرانسه اگر خونده باشید که حتما خوندید، تمام اینا رفتن و با وجود اینکه میدونستن دارن چه برای سر خودشون میارن، رفتن بعد یه دوره کوتاه هم به حکومت استازن بابای خودشون در آدم. حالا روشنفکر ما اتفاقا یک کردیتی ایجاد دارن و اون این که حتما شما بهتر میدونید دیگه، روشنفکرهای ایران در سخت گیرانه ترین نگاهی که بهشون میتونیم بکنیم
یک ملاقات کرده است کانون نویسندگان خانم دانشور به سبب اداره کردن به خاطر این خوبیشون رو مانه زنه علمت میشناختن و اینا رفتن پیش آخونی و همونطور که خوندین همشون نوشتن شرحشو وقتی می اومدن بیان بیرون خانم دانشور همینطوری احتراماً بر اساس سوابق پای هوای آقای خمینی رو بوسید اومدن بیرون پشت در دعواشون شده یعنی هم اگه در میبستن واقعا پرام گفته یعنی چی آخه کی گفته و فلان اینا و سایده گفته مثلا بی خود و فلان پشت در دعواشون یعنی اینا سابقه مقصود هم اینه که سابقه یه ذره نزدیک شدنشون رو حکومت هم یعنی به حکومتی ایجاد شد ولی در مورد انقلاب اینطوری نبود در مورد انقلاب خب بودن همه یعنی حالا من نمیخواستم بیانم افشاگری بگیره ولی تقریبا میشه گفت 90% خود نظام هم بود یعنی من شخصا به عنوان یه آدم کنجکاو به زحمت میتونم یکی دو نفر رو بشناسم که در تهران بودن و کوششی برای اینکه نزدیکشن به جناح مذهبی نکردن حتی کسایی که اعدام شدن رو ارزو کنم حتی کسایی که گروه اول اعدام شدن یعنی حالا اونایی که تونستم میان بیرون اینا که بس بودی حالا من قصد افشاگری رو تهمت زدن کسی ندارم ولی بطور کلی میگم فضا به حال اینطوری شد یعنی فضای شما اگر که قرار بشه که یه موقعی پای محاکمه یا پای گفتگو در میان بیاد از خودتون سوال کنید یا از بنده سوال کنید یا ما از دیگران سوال کنید که دنیا چه شد یعنی واقعا اون کاری رو که بابا علی داشت شد حتما شما میدونید نه با صدام شد نه با در حالی که دشمن ترین دشمنای محمد رضا شاه قانع نبودن که او یه آدمی است مثل صدام یا مثل قذافی حتی دشمناش اصلا این رفتار جهانی چی بود اتفاق افتاد جیسگاردستان چرا برق گرفت گفت آفتاب از مغرب شد طلوع کرده یعنی اصلا حرفا مثلا نماینده پاپ اومد گفت مسیح ثانی بعد اصلا دنیا یعنی کتاب همیلتون جوردن بخونین اصلا این صحنه ای که تجسس که شما تو امریکا زدی با این تجسس رو بکنین این صحنه ای که دستگاه کارتر نزدیک شد به این که شاه رو تحویل بده اونم موقعی که خلخالی اعلام کرده بود مقفر ساختی چی شده بود؟ جز این که اون گپی که من عرض کردم دنیا رو هم گرفته بود یعنی دنیا در اون زمانی که ما داریم ازش میگیم محمد رضا شاه رو مثل الان بشار میدید بنابراین نگاهش نگاه حقوق بشری بود اتفاقا کسایی که اون سختی نمی کردن یعنی اون کسایی که اون خانومی که رئیس میز ایران بود در اون زمان در کارتر در دوره کارتر که اونم کتاب نوشته پگت اسمش دیگه اشتباه نکنم اون سرحلقه به صلاح تیم ضد ایران یعنی ضد حکومت ایران در دولت کارتر بود اون به وضوح میگه مثلا موقع که اومدیم بر اساس صحبت که با این اسم میبریم با اینا کرده بودیم بزرگترین مشکل حقوق بشر سراسر کشور ایران بود مسئولش هم شخصی ها برای اصلا میگه اصلا قبل از اینکه این اتفاق بریم یعنی مثلا که این توهمی که ازش صحبت کردم این توهم فقط مخصوص طبقه متوسط یا طبقه پایین ایران نبود جهانگیر شد در اون زمان شما صحنه رو بخونید واقعا صحنه تراژیک وحشتناکی است از اون کتاب اولیازر که توی نیویورک موقعی که شاه دارم عمل بکنم بخارش بسیار بده از پشت پنجره هواپیمای اجاره کردن که رد شده بشه مرگ بر دیکتاتور یعنی خب با هیچ نوع محاسبه ای بود در این مقام قرار نمیگیره با هیچ نوع محاسبه ای قرار نمیگیره این چه اتفاقی افتاد که این برقه گرفته شد و این فاصله بین واقعیت و فریدم داشت تو رایی بود میخوام خودتون انتخاب کنید از این شما راجع به بی بی سی گفتید که شایعاتی که وجود داشت موقع انقلاب به هر حال تاثیرگذار بودن اینا همین صحبت‌ها راجع به اتفاقات 1320 هم مشابهش میشه موقعی که رضا شاه از قدرت به کنار گذاشته شد و پسرش شاه شد و خب انگلیسی‌ها که به هر حال جنگ جهانی دوم بود موقع هم به حال گفته میشد که برنامه های پخش میکنن که خیلی جهتدار و اصلا به نظر بیطرفانه نمیدن حتی از همون موقع هم به نظرتون اینجور برداشت رو بیشتر شایعه بود یا این که این بیطرفی رسانه های غربی به حال بعد یه مدتی بعد سال ها کامل شده ببینید
نه حتما در اون موقع کرده چند بار بی بی سی دخالت کرده که یک بار عذرخواهی رسمی کرده سر این قضیه. به شما اشاره میکنیم به سوم اسفند، در سوم اسفند 1399 از این فراموشکن چون موقع نبوده، از هر حادثه‌ای بعد از اون اتفاق افتاده و حال این شایبه در بارش صحبت شده. اول بار موقع که 1933 بود که قضیه نفت ایران و چیز بود که منجر شد به کشتن تیمورتاش، سر اون اول بار اونا اعلامی دادن با گاز سخن پراکنی. بعد شهریور 20 هم فکر می‌کنم شهریور 20 زمان جنگ جهانی بود، بریتانیا در همین زمانی که شما ازش صحبت می‌کنید تنهایی با هیتلر می‌جنگید. هیتلر نصف اروپا رو داشت، این جزیره تنها بود، یعنی نه آمریکا باهاش بود نه روسیه باهاش بود، هیچ کی نبود، تنهایی می‌جنگید. به همین جهت هر کار خلاف اخلاقی که فکر کنین مجاز بوده، یعنی همه دنیا رو به هم ریخته بودن برای اینکه بتونن مقاومت کنن تا اون خرسا رو بکشونن تو بازی، تا موقعی که امریکا و روسیه رو بتونن بکشن. از جمله بی بی سی هم مدارکش هست، بی بی سی هم کرده این کار. خود استاد ما آقای مینوی هم میگوید که نامه ای برای اینو خود آقای مینوی مستقیم نمیگه، آقای فرزاد میگه که دارم باش دشمنی داشتم، ولی از قول ایشون نقل میکنه که گفته که من یه نامه جعل کردم به عنوانی که خواننده نوشته و از بی بی سی خوندی و توش یه بیت شعر داشته، اگر حافظم یاری میکنه شعرم این بوده: مرگ بر سلطان سبزی کار بادم جان فروش. اینو آقای بیرونی ساخته بوده به عنوان اینکه خواننده نوشته خونده که به اصطلاح یاد بده مردم که رضا شاه هم دوریتونیه با این مشخصات میکرده. در اون زمان قانونن هم بی بی سی زیر نظر وزارت خارجه بوده، قانونن بعد از جنگ جهانی دوم بی بی سی از زیر پوشش وزارت خارجه اومد بیرون در زمان حزب کارگر، و برای اینکه مسئله مالیش باعث نشه دولت بهش فشار بیاره، در انگلیس خرج بی بی سی رو مردم میدن از راه پرداخت لایسنس تیم، برای اون ارتباط هم ارتباط قطع شده است. این حرفی که ما میزنیم مال بعد از اون تاریخه، یعنی در 1953 اگر اینا در دوره مصدق این کار کرده باشن عجب. ولی نه قبلش در بسیار مرحبا. اولا خیلی ممنون که اومدی کنن لان گوگل کنن تو خدمت را جاکر، و من یک سال ایران بودم و یه دو حالت دو سفر بسونم و بعد از سالهای بسیار رفت. شما در گفتگوتون این اشاره نکردیم چون جوانان رو زیادن و خانم ها بگم یک حرکتی، یک انقلابی بودا به هر صورت در زنان در ایران دیدم در تمام شون، و اصلا برای من حیرت انگیز بود که چگونه این اتفاق افتاده. من میخواستم تحلیل شما رو که با میدیا بسیار همیشه در تماس هستیم اونو از شما بشنم. گفت که ما مدرسه که میرفتیم رو به روی مدرسه همون سر چهار حافظ یک ساندویچ فروشی بود که اون موقع رسم بود و همه احمدی هم بودیم بارون هر که بیشی برم، ولی اونم بارون بود اسمش چی بود؟ اگه بشه بود بارون. بعد از مدرسه که مدرسه بود من بچه ورزش کرده همه کشنه بودن رفت بشه بارون صف درست میشه تا برسه بارون. یه کسی میگرد رفتش به بارون گفتش که بارون یه نون گرکی بردار به یه سومش رو تقسیم کن، بعد نون رو از توش در بیار، بعد دو تا لایه نازک ژامبون بذار، بعد یه ذره خردل بمال، بعد دو تا پر کاهو جوون بذار روش، و بعد یه لایه دیگه کالباس بذار، بعد یه ذره خردل بمال روش تا بهت بگم. بعد این بارو که تو بایستاده هیچ کاری نمی کنم گفت که چرا بارو درست نمی کنم حالا این تو پیست شمبی پرو شمبه چون این موضوع خیلی برنامه است. من با شما محاولم که الان اینکه از مسائل اصلی جامعه ایران من بازی بستم، چون یه فیلمی توی جلسه خصوصی توی اون موقع ایران بودم، یه فیلمی توی جلسه خصوصی حرف زده بودم تو فرانکفورت، توش گفته بودم که
هر کی برگله این خانم‌ها این احوای آقای رو بهیر نخواهن کرد و اینطوری این این بازیه هر دو شب یه بار اینو برای من میذاشت من دیگه اصلا حفظ رو نمی فیلم رو فکر کنم آرتن تورنتو واقعا اینطوریه یعنی که در اون لحظه همه اون کسایی که دل سوزوندن برای چادر برای زنهای ایران قیلی از آدمایی که متخصص امور زنان بودن یعنی ماها نفهمیدیم که اینا با قبول این پارچه‌ای که افتاد روشون اون زیر یه آزادی عملی پیدا کردن که اصلا قابل تصور نبود خود آخوندن برن اگر اینا میتونستن حدس بزنن که اینا اینه سرشون میکنن به فاصله دو سال نسبت 17% زنان تو دانشگاه تبدیلی شد 61% مطمئنه نمیکرد مطمئنه نمیکرد یعنی الان شما تو روستاها تو روستاهای دور تو همه جایی که دانشگاه آزاد هست یعنی من شخصا به عنوان یه آدم تردید ندارم که اون چی که باعث تغییر شرایط به شرایط بهتری برای ایران میشه قطعا با اصلیش رو زن هست شما همونجور که اشاره کردید و به درستی اشاره کردید وضعیتی گزارش کردید که وقایع و اتفاقات و تحلیل از جامعه رو بدون بایس توضیح بده ولی به نظر من سخنرانی شما تا اندازه یک جانبه تمرکز صحبت شما روی یک مقدار داستان و قصه و تبدیل شد به بینیت جامعه ایران در 10 سال آخر سلطنت محمدرضا شاه که جامعه شکوفایی بود از نظر اقتصادی ذهنیت جامعه کاملا از بینیتش جدا بود و انقلاب تبدیل شد به یک سوءظن که توسط توهمات مردم بود البته این یه نظریه است و من مخالفتی باش ندارم ولی شما هیچ اشاره‌ای 37 سال گذشته محمدرضا شاه 10 سال اول سلطنتش که ایران از آزادی‌های سیاسی برخوردار بود حکومت دکتر مصدق و 28 مرداد که مشروعیت شاه رو زیر سوال برد برای بقیه 3 سال ادامه حکومتش در ایران جریان‌های سالهای 50 و 60 هیچ گونه اشاره‌ای نکرده در این مورد تحقیقات فراوانی هست 50 و 60 چی فرمودی؟ نه 56 مثلا که اشاره کردم تشکیل شدن ساواک و انقلاب ارضی و غیره و غیره اینا مسائل خیلی مهمیه مسئله انقلاب ایران نمیشه با یک سری داستان و منحصر کرد به یک توهم اجتماعی شما فکر کنید مثلا آقای زکریا یا توماس فریدمن بیا بحران سال 2008 رو بر اساس یک مقدار داستان‌های منفک از هم در جامعه آمریکا توضیح بده و نمیگم این نمیتونه نظریه باشه ولی نظریه‌ای کنار اون هم هست که به نظر من یک گزارشگر مخصوصاً کسانی که در شبکه‌های عمده کار می‌کنن باید به بقیه هم توجه بکنن و برخوردی که شما کردید از یک برخورد عمیق به جامعه ایران که 40 سال گذشته محمدرضا شاه رو زیر سوال می‌برد و منظورم الزاماً چپ و راست نیست داره به طور کلی برخوردار نبود درسته ببینید من اصلاً قصدم تحلیل شرایط ایران در تاریخ معاصر نبود احیاناً هفته دیگه که در خدمت راه هستم چون موضوع هم یه مثلا تزیست که روش کار کرده دوازده سال گذشته شاید اونجا به موضوع برسید من مثلا اینجا بیشتر راضی به جورنالیسم بود و برابر این هم که گفتم خودم رو از قالب یک ریپورتر جدا نکردم یعنی فقط چیزی رو گفتم که دیده بودم و نه استنباط هایی را چرا قبل از اون رو من طبیعتا نرفتم به دوران قبل از سال 42-43 که خودم نبودم و خوندم را جورش داشتم سعی کردم اگر که فرمایش شما اینطور باشه معنیش اگه من درست فهمیده باشم که شما فرمایید در حرف من بعد شاید نکنم در مورد اون دوران به اندازه کافی نوشته شد و گفته شده ولی به حال موضوع من نبود من موضوع عرض که میکردم اونجا نستو فرمشان درسته اون یه عکس
فوری بود از کل مسئله ایران نیستش از من بود. این فقط آخرین سوال باشه برای اینکه شما روایتتون رو از نسل روزنامه‌نگاری خودتون شروع کردین، یعنی از سال دهه 40 به بعد. سوال من این هستش که دو نسل قبل از شما هم روزنامه‌نگاران بودن که مثل نقش های مهمی رو میتونستن ایفا کنند. از جامعه یکی نسل دهه 20 و تا 32 که داستان ملی شدن نفت است، یکی هم نسل در واقع شروع جنبش مشروطه و انقلاب. این شوخی که داشتیم صحبت میکردیم و اون در واقع انتقادی که داشتیم به خود روزنامه‌نگار، نسل این دو نسل قبل، آیا تو این دو نسل هم این مشکل و این نقیصه وجود داشته؟ بله، اگه درست فهمیده باشم سوال شما رو ببینید، شما میز جهانگیر خان سورسافی که ما معمولا اینطوری که بنویسیم که اولین شهید قلم یه همچه اسمایی میگه بهش، بعد از هزاران سال ایران بالاخره رسید به قانونی و آزاد شد. اولین روزنامه هم که در اومد روزنامه سورسافی، شماره دوم روزنامه سورسافی نگاه کنید، تو صفحه دوم سرمقالش نوشته که رسمن با این کلمه که میگم نوشته که مردم به زن مادر مملکتش ها فاحشن. توجه داشتی که ایشون نوه امیر کبیر، خانواده امیر کبیر بعد از کبیر کبیر کشتن همشون دیپرشن داشتن، حتی این خانواده عزت‌الله آخری که زن فرمانفرما بود و مادر بچه های بزرگ فرمانفرماست، او هم همینطور بود، ولی دیپرشن داشتن به خاطر اینکه بچه های کوچیکی بودن دیدن پدرشون